درود، محمد طهماسبی هستم. این اولین برنامه زنده اینستاگرامی گرد آتش هست که قراره به صورت مصاحبه انجام بشه. همینجور که توی استوریا گفته بودم و تایمر شمارش معکوس گذاشته بودم، مهمون امروزمون آقای آیدین تارومسری هست، مهندس علوم و صنایع غذایی. من منتظرم که درخواست ایشون رو ببینم تا با هم بتونیم مصاحبه رو شروع بکنیم. موضوعش هم هست جوامع سالم و راهکارهای آن. سلام، وقت شما بخیر جناب طهماسبی عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنین امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. خواهش میکنم. جزو میشه گفت وظایف افراد اطلاع رسانی و آگاه سازی هستش. ما این رو وظیفه خودمون میدونیم و خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و خیلی گفتگوهای جالب و صحبتهای جالبی میتونیم با همدیگه توی لایف داشته باشیم و عزیزان بتونن استفاده بکنن و دیدگاه جامع تری نسبت به شرایط تغذیه‌ای خودشون داشته باشن. من در جامع‌تر و با تعصب کمتر. خب، موضوع همینجور که شما اعلام کردی جوامع سالم و راهکارهای آن هست. من دیگه میکروفون رو میدم دست خودت، سن در اختیار خودت و شروع کن. خواهش میکنم. ببینید، ما همیشه توی صحبتهایی که داریم و نگاهی که میکنیم، من به این ایده همیشه نگاه میکنم. چرا توی جوامع مختلف، این همه کشور وجود داره، شرایط مختلف وجود داره و یک سری جوامع سالمترن، لاغرترن، عمر بیشتری دارن و یک سری جوامع هزینه زیادی برای درمان بیماری ها، مخصوصا بیماری های متابولیکی که بسیار شایع هست، برای بحث چاقی و خیلی از شرایط دیگه دارن؟ چه تفاوتی هست؟ مگه از لحاظ علمی ما دسترسی به تمام سامانه های علمی راحت با کامپیوتر نداریم؟ امروزه مگه همه ماها نمیتونیم با یه سرچ ساده یک مطلب رو بخونیم؟ پس یا زبان انگلیسی به عنوان زبان مادر خیلی از کشورها هستش. حالا توی ایران بگیم، شاید ایران هم خیلی پیشرفت کرده، خیلی افراد راحت میتونن کارشون رو انجام بدن، حالا تحصیلات تکمیلی خیلی بیشتر هست. به هر حال افراد متوجه میشن که چه خبر هست و علاوه بر اون، چقدر که مبلغین و افرادی که میشه گفت هم سامانه دارن هم تجربه دارن، توی تلویزیون میان، کارشناس، متخصص، پروفسور، همه جور میان. و چرا تغییر ایجاد نشد و داره بدتر میشه؟ بذارید من یک دیتای جالبی همین الان باز کردم. طبق گفته OECD Global Obesity Levels Britannica Procon.org گفته در سال 2016، این رو بدونید که این دیتا ها چندین سال عقبتر از اون واقعیت هست تا اینها جمع‌آوری بشه، بنابراین 2016 نزدیکترین دیتایی بود که من پیدا کردم. اشاره کرده که کشور ناورو، اگر اشتباه نکنم، 61% جمعیتش چاق هستن و جزو کشورهایی که بخوایم حالا بیشتر آشناتر باهاش باشیم، کویت 37.9% و آمریکا پشت سر کویت در رتبه 12 36.2% که عمدتا مهد علم هست. در مورد کشورهایی که باز بیشتر میشناسیم، ترکیه 17 هست، دیگه درصدش رو نمیگم، امارات 20 هست، عراق 23 هست. چرا دارم از قصد یک منطقه رو میگم که بتونیم بعدا در مورد صحبت کنیم؟ کانادا 26 هست که خیلی هم ما میبینیم که مردمان فهیمی دارن و خیلی اطلاعات و هلسکیر قوی دارن. استرالیا 27 هست، باز هم جزو کشورهای جهان اول. انگلستان 33 هست با 27% و ایران ما 47 هست با 25.8%. جالب شد. باز میریم جلوتر. میریم جلوتر، باز کشورهای دیگه ای رو مثال میزنم که یه مقدار در تضادم و جزو کشورهای جهان اول. نروژ 67. لهستان پشت سر نروژ 67. روسیه 67.
این 67 درصد چاق هستن؟ نه نه نه، عددشون 67، رتبه شون او هستش. رتبه شون 67. 23 درصد هستن. و باز بریم کشورهای جلوتر، سوئد با رتبه 96 20.6 درصد و ایتالیا 106 با رتبه 19 با درصد 19.9 و کشوری مثل سوئد، سوئد نه گفتم سوئد رو عذر میخوام، چین 168 رتبهش 6.2 درصد، افغانستان 175 5.5 درصد و ژاپن که جزو یکی از بزرگترین کشورهای میشه گفت اقتصادی و صنعتی دنیا، صنعتی رو واژه‌شو دقت بکنیم، 185 با در 4.3 درصد. این درصد ها رو گفتم که توی جهان یک پراکندگی داشته باشیم، از شرق شرق تا غرب غرب و مرکز و شمال، مخصوصا توی بحث اروپا و کشورهای روز اروپا. اما وقتی این عدد ها رو نگاه میکنیم یک مقداری برامون عجیب میشه به نظر من. به چه دلیل؟ ببینین، از مسائلی که صحبت میشه عمدتا بحث ژنتیکه. خب میگن که اون حالا شرایط اسکاندیناویا عمدتا وایکینگ هان بزرگن، خیلی استخونبندی های بزرگی دارن، ماهیچه های بزرگی دارن، خب ما اصلا اونا رو بگیم حالا یه مقدار ژنتیکشون. اما وقتی برمیگردیم میایم به ژاپن نگاه میکنیم که وایکینگ نیستن، هم هم اللحاظ قدی اسکلتی و ماهیچه کوچیک هستن، چطور؟ چرا اونا رتبهشون بهتره؟ یعنی درصد چاقیشون کمتره؟ یا آمریکایی که اصلا میکسچر کالچره، یا کانادایی که میکسچره، از همه جا هستش داخلش، چه سیاه‌پوست هست، چه اسکاندیناوی هست، چه از آسیا هست، چه از همه جای دنیا. پس بنابراین وقتی که نگاه میکنیم اگر بخوایم واژه ژنتیک رو، چون به خیلی از عزیزان میگیم چرا چاقی، میگم من مامان و بابام هم چاق بودن، منم چاق شدم، ژنتیک من، ژنتیک تاثیر داره. اما آیا فقط ژنتیک تاثیر دارد یا ژنتیک اصلی ترین دلیل هست با توجه به اینکه در حال حاضر در دنیا اینقدر مهاجرت ها سریع انجام میشه، آیا واقعا میتونیم ژنتیک رو عامل اصلی این چاقی بدونیم یا نه فرای ژنتیک به اسم اپیژنتیک میتونه از اصلی ترین شرایط باشه که میتونه شرایط محیطی، رفتاری، فرهنگی ما غالبا این اعداد رو بسازه؟ ببینید، اگر بخوایم واقع گرایانه به یک قضیه نگاه بکنیم، الان همه بلدن همه چیز، اما و همه هم همون چیزها رو میگن، شاید کم و بیش یه ذره بالا پایین، ولی این درصد تفاوت از 61 درصد تا 4 درصدی که حدودا خوندم نسبت به کشور اول تا ژاپن، خب عدد قابل توجهیه توی افراد بزرگسال بالای 18 سال. پس بنابراین یک جای دیگه کار متفاوت شده، تغییر کرده، که خوب هستش که یک مقدار شما در مورد این صحبت ها نظر بدین که ادامه صحبت ها رو داشته باشیم. به هر حال ژنتیک، خب همینجور که گفتی بحث مهمی هست، اما به هر حال این ژن ها باید یه فرصتی رو پیدا بکنن برای ابراز شدنشون. مثلا من ممکنه به اصطلاح کوت آن کوت، قول انگلیسی ها گفتنی، ژن چاقی داشته باشم، ولی تا زمانی که اون روغن‌های اشباع رو نخورم، تا زمانی که اون غذاهای پرکربوهیدرات و مخصوصا فراوری شده رو نخورم، اون موقع این ژن فرصتی برای ابراز پیدا کردن، ابراز شدن پیدا نمی‌کنه. خب من فقط همین رو می‌خواستم توضیح بدم. بنابراین می‌تونیم توی بحث، به نظر من توی بحث تغذیه یک سری تغییرات ایجاد شده که حالا خوبه این رو بررسی بکنیم. من یه شرق و غرب رو کامل با هم مقایسه میکنم. ببینید، توی آمریکا که بزرگترین میشه گفت کشوری هست که هم جزو بزرگترین هاست که هم اوبیس های بسیار زیادی داره، هم دیابتی های به 34 میلیون دیابتی داره، تایپ دوم که باید کنترل بشه، و اینکه خودشون هم جزو بالاترین سطوح علمی دنیا و صنعتی دنیا هستن. چه اتفاقی افتاد؟ جفتشون هم سوادش رو دارن. به نظر من این اتفاق برمیگرده به 20 تا 30 سال پیش. یعنی
این تغییراتی که اگه مثلا ما با ایران خودمون که قابل لمستر باشه مقایسه میکنیم، ما 20 سال پیش اصلا عکس ها رو نگاه بکنیم آنچنان فرد چاقی وجود نداشت. 30 سال پیش نگاه بکنیم اصلا همچین چیزی نبود، همه لاغر بودن، اصلا مدل لباس هایی که بود لباس های جذب و تنگ بوده اگر نگاه بکنیم، یا حالا اصطلاحاتی که برای پوشاک هستش، کمرها باریک بوده. واقعا چجوری و چه اتفاقی افتاده الان میبینیم فردی مثلا 25 ساله 24 ساله پیغام میده به ما که 127 کیلوه؟ چجوری این اتفاق افتاده؟ ببینید، وقتی که فرهنگ دوتا کشور رو، اول فرهنگی بخوایم صحبت بکنیم، نگاه میکنیم، ژاپنی ها یک فرهنگ غنی از گذشته و رعایت اون فرهنگ و فهم اون فرهنگ رو دارن که نحوه غذا خوردنشون رو به بعدی های خودشون، یعنی از نیاکان یاد گرفتن و به بعدی های خودشون یاد میدن. این دقیقا همون بحث اپیژنتیک. آمریکاییه همون امکانات رو داره، همون سواد رو داره، ولی یک، این رو یاد نمیده، دو، همه چیز رو سپرده به ارگان هایی که اونجا خودشون رو مسئول میدونن. شاید بهتر بگیم در حال حاضر اون ارگان ها نتونستن این جمعیت ها رو از لحاظ سلامتی کنترل بکنن. و ژاپن رو وقتی نگاه میکنیم هلسکیر قوی داره، اما خانواده هم وظیفه خودش میدونه که این ذائقه رو یاد بده. ما میبینیم، ما میشناسیم ژاپنی ها رو معروف به ماهی خور، غذاهای دریایی خور، تماما امگا 3 بالا دریافت میکنن و کربوهیدراتی هم که میخورن عمدتا توی حالا شرایط و فیلم هایی که دیدیم کربوهیدرات محدودی هست. من فقط یه پرانتز باز کنم، عزیزانی که لایو رو دارین میبینین، یه کلیتی هست، من فیکس نمیخوام در مورد یک رژیم صحبت بکنم، ما و آقای جناب طهماسبی میخوایم در مورد اینکه چی شده که اصلا به اینجا رسیدیم و چه جوری با یه دیدگاه کلی‌تر میتونیم برش گردونیم لایو رو جلو ببریم. پس ژاپنی ها دارن کماکان این موارد رو مصرف میکنن و استاندارد. علاوه بر این ژاپنی ها تنبل هم نیستن، میدونیم ژاپنی ها بسیار آدم های فعالی هستن و واقعا کار میکنن و فکر میکنن و تلاش میکنن، به هر حال دارن انرژی بیشتری شاید میسوزونن و مخصوصا خیلی هاشون دوچرخه سواری، پیاده روی ترجیح میدن که تو ترافیک نمونن و با دوچرخه یا پیاده برن به یا مسیرهای حالا شرایط عمومی، حمل و نقل عمومی جا به جا بشن. اما آمریکایی‌ها خب همه فضای زیاد ماشین دارن و سعی میکنن که با ماشین خودشون حتی تا شده تا سوپرمارکت هم برن. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب ژاپنیه داره رعایت میکنه. اما توی ژاپن هم مکدونالد وجود داره، توی ژاپن هم برگر کینگ وجود داره، کوکاکولا هم توی ژاپن وجود داره. چرا؟ ببینید، اونها این شرکت‌های بزرگ به عنوان یک سری غول بزرگ سرمایه‌داری در دنیا دارن فعالیت و تبلیغاتشون همه جای دنیا است. اما اون ژاپنی اول اولویتش غذاشه و خیلی جالبه، من طی اون حالا صحبت‌هایی که کردم ژاپنی ها حتی صبح شده یک چیز شبیه نهار میخورن، یعنی ممکنه صبح ماهی بخورن، ممکنه خاویار بخورن، ممکنه سوپ بخورن. یعنی ما به ما صبح بگم پاشو سوپ بخور، میگیم مگه سوپ صبحانه است؟ ما سوپ رو که اصلا غذا قبولش نده. آمریکایی چی کار میکنه؟ آمریکایی استایلش اینجوریه که همه چیزو سپرده به بیرون، میگه خب من بیرون میرم استارباک یا میرم مکدونالد کافیمو میخورم با دونات. این یک فرهنگ بین آمریکایی که دونات بخوره، اون داره ماهی میخوره یا داره حداقل رشته میخوره، شکر نداره، حداقل داره یک غذایی میخوره که به هر حال یه کالری داره که میتونه راحت‌تر بسوزونه و انقدرم سنگین نیست. اما آمریکایی میگه خب من روتینم اینه که باید یه قهوه بخورم و یه دونات بخورم. یک سریاشون صبحانه های متفاوت تری میخورن، مثل حالا بیکن و موارد دیگه و تخم مرغ رو دارن. تا اینجاش خوبه. تایم نهار هر جفتشون هم ساعت 12 است، ولی آمریکایی اینجا انتخاب های متفاوتی میکنه. آمریکایی میگه اگر من از سر کارم وقتش رو بزنم و بخوام بحث غذای اونجوری داشته باشم فایده نداره، زنگ میزنه به نزدیکترین رستوران، حالا یه روز غذای چینی، یه روز غذای فست فودی، یک روزی هم غذای خوده. اوکی. ولی ژاپنی اولویتش غذای خودشه و
تایمینگاشون دقیقه. و اینجا تفاوتی که ایجاد میشه توی آمریکا فست فود ها و به خاطر حالا شرایطی که هست و سرعتی که هست فست فود ها و غذاهای ناسالم شاید بیشتر باشه تا ژاپنیه که شما میبینی عمدتا غذاهای دریایی. تکلیفش مشخصه، اولین چویسش غذاهای دریایی و بعدش میتونه انتخابهای دیگه داشته باشه. اینم تا اینجا. و میرسه به بحث شام که عمدتا شام رو همه با هم توی خانواده میخورن، که انتخاب آمریکایی یا رستوران غذای رسمی و ژاپنی هم همینطور و یا غذای خونه، که وقتی به غذاها باز نگاه میکنیم میزان کربوهیدرات موجود در بشقاب آمریکایی بالاست. مال ژاپنی باز دوباره شبیه همونی که توی روز بوده کوچیک هست. این یک کاری. اما همه اینا رو گفتیم، خیلی مانور شاید منطقی نباشه. بیایم باز یه ذره ریزتر بشیم. آمریکایی و ژاپنی جفتش سواد خوبی داره. ولی برمیگردم به چند قدم، چند تا صحبت عقب گفتم و 20-30 سال پیش این اتفاق شد. ما یک سری آیتم ها به غذای جامعهمون افزوده شده. یک سری چیزهایی که شاید نمیشناسیم. شاید هم اصلا از لحاظ توجیه میگن این خیلی توجیه خوبی داره. حالا در مورد صحبت میکنم. ولی واقعیت توی بدن ما چه اتفاقی میفته مدن است. من یک مثالی میزنم بین آمریکا و انگلیس که داشتم نگاه میکردم در مورد یک سیب زمینی سرخ کرده. وقتی اینگریدینت های شما سیب زمینی سرخ کرده فکر میکنید سیب زمینیه و سرخ میکنن، در صورتی که اینجوری نیست. اون سیب زمینی هزاران آیتم دیگه بهش اضافه میشه که میشه سیب زمینی حالا نیم پز و بعد میاد توی اون نمایندگی ها و در همون لحظه فراید میشه یا در اصل میشه گفتش که سرخ میشه. اما بحثی که داریم برای آمریکایی رو نگاه میکنین، داخلش مالتودکسترین، اینایی که دارم میگم همون ترکیباتیه که شاید از 20 سال پیش بود، مالتودکسترین، سایکلودکسترین، دکستروز، های فروکتوز کورن سیروپ. شما سیب زمینی میخورید اصلا شیرین نیست ولی های فروکتوز کورن سیروپ، نگه دارنده ها، MSG، مونوسودیوم گلوتامیت، مونوسودیوم گلوتامات یا به اسم اومامی هم شناخته میشه، از الگلوتامات هم هست و حالا ادویه‌جات و شرایط دیگه هست. حتی رنگ هم داره، آناتو داره، یه مقداری نارنجی رنگه، رنگ پنیر چه داره، زرد رنگ. سیب زمینی های اونا برای همینه که بسیار بسیار رنگ قشنگ داره. ما تو خونه سیب زمینی سرخ میکنیم قهوه‌ای میشه سریع یا رنگش عوض میشه. اما مال انگلیسی ها نگاه میکنی کمتر هست و بعضی از این موارد رو نداره. اما این ترکیبات چیه؟ و حالا در بحث روغنشون که جفتشون هم روغنهای گیاه، کماکان ژاپنیه اولویتش ماهی بود که گریل میکرد یا صدفی بود که درست میکرد یا کبابی میکرد، یا عمدتا ژاپنی ها نگاه بکنین غذاهاشون آبکی هست، بیشتر سوپ مانند هست. اگر بخوام بخورم مثل آمریکایی خشک شاید زیاد غذا نخورم، بیشتر سوپ غذا میخورن و این سریعا هم حجم معده‌شون رو پر میکنه. اگر بخوام بگم این ترکیبات تقریبا بعد از حالا میشه بگیم تقریبا الان 30 سال پیش تقریبا آمریکا مزارع ذرت بسیار بالایی داشت. مزارع ذرت بسیار بالایی داشت و نمیدونست با این ذرت چی کار کنه. گفتش خب اولین کاری که بکنیم روغنشو بگیم. پشت سرش دستور داد از لحاظ اقتصادی که این روغنا خب نمیتونه رو دستمون بمونه. پس تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها مجبور به تبلیغ این که این روغن باید مصرف بشه. روغن گیاهی بهتر از روغن حیوانی. واقعیت همچین چیزی اتفاق نمیفته. ببینید شما خود ذرت رو وقتی میخورین چقدر مگر چربه. حالا شما حساب بکنین چند تا ذرت نیاز هست که اون فرایند روش انجام بشه که ازش روغن بخواید بگیرید. پس یه یا مثلا روغن‌های دیگه، درسته شاید به اسم بعضیا رو دانه‌های روغنی بشناسیم که میشناسیم کماکان، اما چقدر مگه؟ و ما خودمون اگه بخوایم ذرت بخوریم شاید اندازه یه پیاله ذرت بخوریم، ولی اون میزان روغنی که ازش میاد حجم زیادی از ذرت هستش. گفتن که شما باید اینها رو استفاده بکنید. خب روغن ذرت و روغن‌های گیاهی رو از کلزا، از دانه‌های روغنی دیگه مثل پنبه دانه، از سویا که یکی از اصلی ترین آیتم هایی که من خیلی باهاش مشکل دارم، و همه اینا رو خب گفتم باید برین جلو. تبلیغات شروع شد
تبلیغات شروع شد و جا انداختن که این روغن‌ها برای قلب و عروق مفیده یا تأثیری نداره، ولی روغن‌های حیوانی کاملا باعث مشکل میشه. اما واقعیت رو برگردیم نگاه بکنیم باز با ایران خودمون. ما قبل از حالا دورانمون شاهپسند میگفتن روغن گیاهی هیدروژنه بوده اگر اشتباه نکنم، قبل ترش مثلا 100 سال پیشمون که چربی در دسترس یا کره بوده یا روغن حیوانی بوده یا دنبه بوده، از این روغن ها نداشت. چرا پس آمار مرگ و میر و چاقی و بیماری های متابولیکی کم بود؟ این پرانتز رو اینجا باز میکنیم. مانوری که قدیم میدادن شاید قابل باور بود، ولی امروزه بحث کلسترول HDL و LDL فقط صرفا با یک آزمایش خون تشخیص داده نمیشه. باید LDL رو به حالت دیفرنشیال ببینیم، چه مدل LDLی هست، تایپ A، تایپ B. باید ببینیم توتال کلسترولمون نسبت به HDL و LDL چه. اینا همشون یک پکیجن، یه حاملن، مثل یه اتوبوسن که داخلشون حالا ساختارهای مختلف هست، پروتئین هست، چربی هست. پس بنابراین این شاخص امروزه از دیدگاه روز، حتی کتاب کراس که تغذیه هستش و جزء اصلی ترین سورس های آموزشی هست، کم کم این دیدگاه داره برداشته میشه که ما زیاد با کلسترول نگران نیستیم. بله خیلی بالا احتمال وجود موارد آسیب‌زا رو زیاد میکنن، اما خیلی پایینش رو هم بسیار امروز رد میکنن، کماکان که میبینیم استاتین دراگ ها مثل آتروستاتین و روزروستاتینی که فرد مصرف میکنه باعث کاهش کلسترول و سرکوب سیستم ایمنی میشه. یکی از مواردی که تحقیق کردن افزایش سویساید ها یعنی خودکشی ها در آمریکا ارتباط معناداری با مصرف داروهای کاهنده کلسترول خون بود. علاوه بر اون عفونت های بیمارستانی برای افرادی که دوز بالای از این داروها گرفتن بیشتر دیده شده. اینا مقاله هست، میتونید کلید واژه هاشو سرچ بکنید پیدا می‌کنید. پس بنابراین امروزه اتهام رو از روی اون سطح کلسترول دارن برمی‌دارن. اینم تا اینجا. خب روغن ها رو تبلیغ کردن سالیان سال، بگیم تا الان 30-40 ساله که دارن این رو به خورد مردم ده. شاید هم بیشتر از این بزن. حالا این ذرته باز موند، خب باز هم یه عالمه مزارع ذرت هست. گفتم خب ما چیکار بکنیم؟ ترکیبات دیگه ای اومدن ساختن. از نشاسته ذرت اومدن شربت های شیرینی ساختن. شما نشاسته رو وقتی میشونی، نشاسته زنجیره های گلوکوز که به هم چسبیده میشه نشاسته. این نشاسته رو وقتی قیچی میکنیم با آنزیم ها، دونه دونه 4 مدل آنزیم هست استفاده میشه. اول با اسید بعد با آنزیمه. خیلی فرآیندهای مختلفی داره، زیاد واردش نمیشیم چون دیگه بحثش خیلی طولانی میشه. میشکنن میشه گلوکوز، اما تا یه جایی میتونن بشکنن. برای همین میگن دی ای، حالا دکستروز اسمش رو میذارن به خاطر اینکه نور رو چپگرد انجام میده، بهش میگن دکستروز. اسم صنعتی گلوکوز دکستروزه. این دکستروز رو تا 43% میتونن بگیرن، بیشتر ما بقیش میمونه، یعنی اون نشاسته تا 43% رو، یا درصدهای پایین‌تر ماکسیمم 63 اگر اشتباه نکنم 62-63% میتونم برسونم، ما بقیش میمونه. ما بقیش یک ترکیباتیه که یه مقداری شکسته ولی به گلوکوز تک نرسیده. توی اونجا به ترکیبات 3 تا 17 گلوکوزه میرسیم که اسمشو میتونیم بذاریم مالتودکسترین را یا رزیستنس استارچ. در از همون نشاسته شکسته شده ای که ترکیبات کنار هم مثلا یه مقدار شکسته شده ولی باز همچنان اون حالت قوام خودشون رو دارن و توی خیلی از ترکیبات استفاده میشه که نام خواهم. گلوکوز در میارن، این گلوکوز رو با آنزیم تبدیلش میکنن، میتونن فروکتوز بسازن، حالا در مورد صحبت میکنم چرا این کارو میکنن، و ترکیبی مثل های فروکتوز کورن سیرپ. گلوکوز یه شربت شفاف عین بسیار شیرینه، شما میتونید ببینید شیرین هست و توی خیلی از جاها راحت استفاده میشه، هر چیزی که شیره ایمانند باشه یا بخوایم شیرینش بکنیم یا حتی نوشیدنی ها میتونیم از شربت گلوکوز استفاده کنیم. فروکتوز هم همین، که حالا به اصطلاح امروزی میگیم های فروکتوز کورن سیرو، پس روشه شربت ذرت فروکتوز بالا. این گلوکوز رو تبدیل میکنیم به فروکتوز. چرا؟ چون فروکتوز اگر شکر 1 باشه، گلوکوز 1 باشه، فروکتوز 1.5 شیرینیش تا 1.7
یعنی شیرین تر از شکره، یعنی شما توی صنعت میتونی کمتر ازش استفاده بکنی. پس بنابراین برای اونی که یه کارخونه داشته باشه شاید سود بیشتری داشته باشه. اما از لحاظ تکنولوژیکی بله، این ترکیب، این ترکیبات چون شیره‌ای هستن دیگه مثل شکر شکرک نمیزنه محصول ما. شما مربا تو توی خونه درست میکنی، اگر آب لیمو یه مقدار بهش نزنی میبینی روی مربا شکرک میزنه. یا اگر مربا یا بستنی های گذشته رو یادتون بیاد، میبینین که بستنی ها توی یخچال میمون، یعنی سرد میشد، گرم میشد، دوباره سرد میشد، شکرک میزد، دون دون. بهش میگن پدیده سندینس، شنی شدن. ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته. شما مربا از بیرون بخر، اگر دیدی شکرک بزنه. شما بستنی بخر، بذار توی یخچال، سرد کن، گرم کن، سرد کن، گرم، هر کاری دوست داری باشه، شکرکی نمیزنه. حالا دست متقلبان باز شده، با این حرکت میان عسل هم تولید میکنن. برای همینه که الان داستان عسل هم یک مقداری توی ایران، حالا یه مقداری اون چیزی که میخوایم نیست، منطقی نیست. و به عنوان یک ترکیب بافت دهنده توی همون سیب زمینی سرخ کرده مکدونالد هم استفاده داره میشه. پس بنابراین کارایی برای اینکه یک بافت خوب بده، رضایت مشتری رو زیاد بکنه، عالیه، عالیه. اما برای سلامت بدن انسان میرسیم به ترکیب های فروکتوز کورن سیروپ HFCS. ممنون از جناب شاولدی که اشاره هم کردن. این ترکیب میشه گفت یک بلای خانمان سوزه، به نظر قبل از حتی روغن. این ترکیب رو هر جا بگردیم، سیروپ ها، نوشیدنی ها، آب میوه ها، مربا، عسل، شیره های مختلف، حتی عسل طبیعی هم به هر حال فروکتوز داره، درصد 30% استانداردشه، نمیتونیم بهش گیر بدیم، توی آب میوه طبیعی حتی و خیلی از دسرهای مختلف و خوراکی های مختلف و مخصوصا گودز ها، به اصطلاح حالا کندی های شیرینی های مختلف، بارهای مختلف، این پیدا میشه، بسیار چسبنده و بافت خوبی داره. اتفاقی که میفته وقتی که وارد بدن ما میشه، کبد ما نگاه میکنه به این میگه خب من اینو چیکارش بکنم، اصلا تعریف نشده، فروکتوز تعریف نشده. کماکان پستش توی پیج که تو ایران هست، میتونید دقیق ببینید. وارد میشه، وارد کبد میشه و 100%ش باید بره سمت چربی. علاوه بر اون اوریک اسید رو هم میبره بالا، علاوه بر اون به بافتای دیگه هم فشار میاره، علاوه بر اون به باعث افزایش مقاومت به انسولین میشه. خیلی سریع ما میبینیم کبد چرب توسعه پیدا کرده. الان از هر تعداد نفر که میبینیم شده یه گره چرب هستن، فقط به خاطر همین یه ترکیب. شما اگر چربی نخورید به هیچ وجه، من تو تار شدم دوربینم چی، شما اگر هیچ چربی نخورید، فقط های فروکتوز کورن سیروپ بخورین، بازم کبدتون چرب میشه. امضا میزنم. میرسیم به اون آقایی که میگه من که همش میوه میخورم، پس چرا کبدم چرب شد؟ چون خیلی میوه میخورم و آب میوه میخورم جای میگه میوهش طبیعیه. میگم باشه، شما 4 تا سیب رو نمیتونی بخوری، ولی یه لیوان آب میوه رو مجبور 4 تا سیب و آبش رو بگیری، چه حجم قند و فروکتوزی وارد میشه به بدن شما؟ پس بنابراین این ترکیب اومد و در حال حاضر ما توی ایران یکی از بزرگترین پالایشگاه های موجود داریم که فعالیت میکنه و توجیه میکنه، میگه که برای دیابتی ها بهتره. چرا؟ به خاطر این قند خون رو تاثیر نمیذاره. باشه، قند خون رو تاثیر نمیذاره، یه چیز دیگر داره خراب میکنه که بعداً روی قند خون هم تاثیر خواهد گذاشت. فرق که قوت قالبش های فروکتوز نیست که هر روز های فروکتوز بخوره. یکی این، یکی هم که مخصوصا که شیره هستش و هیچ فیبری هم باهاش همراه نیست. ما برای همین میگیم میوه رو با فیبر بخورید، خود میوه رو بخورید. از این ترکیب ساخته شد. ما بقیه آیتمایی که ازش مون، مالتودکسترین. مالتودکسترین ترکیبی قوام دهنده است. آب به خودش جذب میکنه، ویسکوزیته رو میتونه ببره بالا، بافت دهانی بده توی محصولاتی که به عنوان کریر باشه، یعنی حامل چربی ها باشه. وقتی که حالا اون ترکیب رو دارن میسازن، مثل کریمرهایی که عمدتا میبینیم، خود چربیه که پودر نمیشه، یه حاملی میخواد، مالتودکسترینه. مثل سویتنرهایی که ممکنه داخلش مالتودکسترین باشه به جهت تعدیل شیرینیش،
و حتی میگم بحث بافت دهانی در نوشیدنی ها میتونه کمک بکنه. در چه ترکیبات دیگه بهتون بخوایم بگیم، هر چیزی که بافت خوبی میخوان ازش بگیرن و یه چسبندگی مناسب، میتونن از این ترکیبات استفاده بکنم. چون نشاسته سنگینه، از نشاسته نمیشه استفاده کرد، چون نشاسته رو بریزید تو قهوه میبنده اصلا، یه حالت بدی میشه، ولی مالتودکسترین راحت تر حل میشه. بنابراین اومدن فیکس از این ترکیب هر چی دلشون میخواست آوردن بیرون و توجیه کردن. این توجیه کردن باعث شد که کشور ما در حال حاضر، مخصوصا اینکه اونها خودشون زودتر به نتیجه میرسن کنترل میکنن، میرسه تازه به ما، ما هنوز ادامه میدیم. الان من میتونم به جد بگم 100% نوشیدنی های ما های فروکتوز کورن سیروپ داره، نوشیدنی های شرکتی، و بنابراین میبینیم که این اتفاق میفته. و خب اگر بخوان نزنن هزینه میره کنه، پس اون فرد مد نظرش که بافت خوب بگیره، هزینه رو بیاره پایین، مشتری بحث پوله همه چی. این تا اینجا اگر شما سوالی باز مد نظرتون هست اشاره بکنید. بسیار. این ترکیبات گذشت، بحث روغن ها بیشتر و بیشتر شد و هنوز هم خیلی ها پوینتشون رو به روغن های اشباع میگیرن، که کماکان حتی توی وسترن دایتی که وجود داره 5 تا 10% میبینیم که میتونه از چربی های اشباع طبق استاندارد و طبق بحث آموزش، حالا اون گایدلاینی که هست، میتونن استفاده بکنن اصلا. و چربی های اشباع بسیار سیرکنندگی بالا. این هم از این موضوع. برسیم به یک بحث دیگه، پورشن سایز. واقعیت چیزی که توی این 20 سال گذشته، من اتفاقا داشتم یه مستندی میدیدم از سال 1990 با 2020 داشت مقایسه میکرد، پورشن سایز ها تغییر کرده، افزایش 20 تا 70% رو داشت نشون میده. یعنی قبلا شما مثلا یه بسته یه غذایی میخواستی بخری، یه عددی مثلا 400 گرم بود، الان شده 500 گرم، افزایش پیدا کرده. یعنی حجم کالری که فرد در روز هم داره دریافت میکنه بالاتر رفت، در صورتی که گذشته فعالیت بدنی بیشتر از الان که همه چی به صورت آنلاین هست و همه چی به صورت مکانیکی هست بوده. برای همین باز برمیگردیم به صحبت لایو دیروز که من یک مثلثی رو اشاره کردم که گفتم برای سلامتی ما تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و استراحت و خواب خوب رو نیاز داریم تا این وسط بتونیم شرایط سالم رو داشته باشیم. پس بنابراین توی تغذیهشون کالری زیاد شده، فعالیت کم شده، یعنی قشنگ به نفع چاقی رفتن جلو کارخونه ها. و حتی اون افراد میگفتن اگر الان مثلا این بستای کوچیکو بذارم ما نمیخریم، این کمه، در صورتی که این یک عادته. میرسیم به ترکیبات دیگه، ترکیبات امگا 6 که جزو اسنشال فتی اسید ها هستن، ما نمیگیم چیز بدیه. امگا 6 بسیار فراوون در گیاهانه، در همین روغن های گیاه، و امگا 3 عمدتاً منابعش منابع دریایی هست، اصلی ترینش و کماکان میبینیم بهترین چیزی که میگم ماهی بخورید برای امگا 3. ما امگا 6 بیشتری نسبت به امگا 3 دریافت، اگر بالانس این امگا 3 به امگا 6 1:1 یا حتی بعضی وقتا میگه امگا 3 یه ذره بیشتر از امگا 6 نباشه توی بدن، اتفاقی که میفته اینه که التهابات توسعه پیدا کنه. همیشه از من میپرسن التهابات یعنی چی؟ التهابات تعریفش خیلی جالبه، یک بار تعریف کردم، یک بار دیگه هم باز با امروزی تر تعریف کنم. التهابات یعنی آسیب به یک جایی از بدن که سیستم ایمنی به عنوان رفع کننده اون موضوع جمع میشه اونجا تا اون رو جمع بندی بکنه، ختم به خیر بکنه و تموم بشه. به این میگن التهاب و رفع التهاب. حالا شما حساب بکنین این التهابات میره بالا، یعنی آسیب ها بیشتر میشه، یا بهتره بگیم استرس های اکسیداتیو بیشتر میشه، مشکلات اندوپلازمیک رتیکولوم بیشتر میشه توی ER شبکه اندوپلازمی، یا ROS ها افزایش پیدا میکنه، یا بافت ها درست فانکشن نمیکنن، یا آپوپتوزیس یا مرگ سلولی افزایش پیدا میکنه. از همه سیستم ایمنی درگیره، بدن دوچار التهاب میشه. بدنی که درگیر و دوچار التهابه، ازش توقع سلامتی یا کاهش وزن رو نمیشه به خوبی داشت به هیچ عنوان.
ما میگیم باید این ضلع کامل باشه تا به سلامتی مرکز برسیم. خب وقتی که بدن این موضوع درگیرش هست چجوری میخواد این رو، یعنی میدونین توقع خیلی چیز عجیب غریبی از بدنمون نباید داشته باشیم. خب اون الان درگیر اینه که مشکلات خودش رو حل کنه، بعد برای شما بخواد چربی بسوزونه، بعد این التهابات توسعه پیدا میکنه، فرد وزنم کم نمیکنه، خود وزن دوباره میره بالا، خود بافت چربی دوباره TNF آلفا، سایتوکین ها، IL-6 و موارد ملتهب کننده رو دوباره ترشح میکنه، دوباره سردرگمی بیشتر برای سیستم ایمنی. برای همین روغن های میشه گفت غیر اشباع پوفا، پلی آن ساتوریتد فتی اسید ها که دستبندی میکنن، میگن هیچ تأثیری بر روی نه HDL شما نه LDL شما دارن، خونسا فقط و فقط و فقط به درد به نظرم استفاده هر از گاهی در سرخ کردن میکنه، اون هم به جهت اینکه در صنعت نقطه دود این روغن ها رو بالا می و بنابراین در برابر حرارت مقاوم تر هست و این مقاومتش باعث میشه که دیرتر ترکیبات پراکسیدی ساخته بشه و دیرتر ترکیبات کتونی و آلدهیدی، این کتون اون کتون نیست، کلا ساختار کتون سی دو تا باند او ساخته بشه که این ترکیبات سرطان زا هست که در اصل میشه فاز سوم اکسیداسیون روغن که بهش میگن پلیمریزاسیون و ما نمیخوایم روغن به پلیمریزاسیون برسه. اما ما چقدر سرخ کردنی میخوریم؟ اولویت غذاها دیروز هم گفتم خورشی، ریل، کبابی و بعد سرخ کردنی. پس بنابراین سعی بکنین غذا رو کمترین میزان حرارت و پروسس رو بدین بهش که غذا سالم‌تر وارد بشه و تخریبش کمتر باشه. کماکان شاید برخی از آنزیم‌ها مخصوصا در گیاه‌ها هم سالم بمونه. برای همین میگم بخار پز بکنید، آب پز بکنید، دمای کمتر، اینها همش تاثیرگذاره. فقط به درد همین می‌خوره. این روغن‌ها. بنابراین فرد شاید با یه دونه قوطی 4 لیتریش 6 ماه تا یه مقدار طولانی تر سر بکنه. اما الان تو ایران چه اتفاقی میفته؟ چیزی روی برنج، روی سالاد، روی هر چیزی این به عنوان روتین. روغن‌های پوفا رو گفتیم، پلی آن ساتوریتد. موفا مثل روغن زیتون فرابک که به نظر من واقعا حقش هستش که جزء میوه‌های بهشتی و تینه و زیتون که میگن، واقعا به نظر من جزء یکی از فوق‌العاده ترین آیتم‌ها هستش. به خاطر اینکه این اسید چرب مونو آن ساتوریتد فتی اسید که یک دابل باند دارن توی اسیدهای چرب اولیکشون، به خاطر اولیک اسید بالاشه، HDL رو میاره بالا، با LDL کاری نداره، فوق‌العاده است. علاوه بر اون به خاطر آنتی اکسیدان هایی که داخلش هست برای پخت و پز ملایم عالیه. ما میخوایم یه پخت و پزی انجام بدیم، عالیه، یه تفتی بدیم. کماکان میبینیم توی خیلی از برنامه های خارجی هم ما این موضوع رو میبینیم که اصلا با روغن زیتون میپزن غذا رو. این هم از این قبل از اینکه از این روغن ها رد شی و خیلی خوبه که بحث التهاب رو هم پیش آوردی. التهاب یه جور تو ذهن پف کردن رو میاره و این روغن های پالی آن ساتوریتد فتی اسید، یعنی که مخففش همینجوری که گفتیم میشه پوفا. پوفا و پوف با هم رابطه میتونه یک کلید واژه خوب باشه که ما بتونیم این رو حفظ بکنیم که وقتی ما این روغن ها رو بیشتر مصرف میکنیم و اون نسبت امگا 3 به امگا 6 رو به هم میزنیم، باعث میشه که التهاب بیشتری واسه ما بیاره. خب حالا به موفا هم رسیدیم. مانو ساتوریتد فتی اسید بحث رو از همونجا ادامه بده لطفا. برای همینه وقتی که ما میگیم، فقط میگم در حد سرخ کردن به کار ما میاد و خوبه که ما این بالانس، برای همینه که اتفاقا اگه دقت بکنید دیدیم میگم هفته دو بار سه بار غذای دریایی داشته باشید. یه فلش بکی بزنم به اون غذا دریایی ژاپنی پر غذا دریایی، کشورهای اسکاندیناوی معروفن به سالمون نروژی و سالمون هایی که دارن و حالا توی سوئد به اسم لکسی که میگن، کشورهای مثل روسیه دسترسی که به دریای خزر داره، مخصوصا که کیفیت ماهیاشون بسیار بالاتر هستش نسبت به حالا دریای خودمون که رسیدگی نمیشه. ما هم ماهیای خیلی خوبی داریم توی جنوب مثل ماهی شیر و برای همینه که ما توصیه میکنیم که چربی امگا 3 بالایی داره، توصیه میکنیم که ماهی های پرچرب عمدتاً توی هفته دو تا سه بار باشه. شما با یک سوئدی اگر بیرون برین
مطمئن و بخوایم غذا بخوریم شاید جزء سه تا انتخابش یکیش ماهی باشه، شاید جزء انتخاباش ماهی باشه اگر بخواد غذای خوب بخوره، حالا فست فود رو کاری نداری. یا کشورهایی که میگم دسترسی به دریا دارن، ما همین نعمت رو داریم، هم از شمال هم از جنوب، ولی متاسفانه اون ذائقه که میرسیم به بحث فرهنگ هنوز ساخته نشد. در مورد saturated fatty acid ها، SFA ها، این چربی ها هم LDL رو میبره بالا، هم HDL رو میبره بالا. برای همین گفتم چون توتال کلسترول رو میبره بالا خطرناکه. اما چه نوع LDLی رو میبره بالا؟ LDL تایپ A رو میبره بالا. LDL تایپ A جای رسوب نمی کنه، بلکه LDL تایپ B یا آپو بتایی که آتروژنیسیته بالایی داره و در عروق رسوب میکنه، میبنده عروق رو، حالا میاد سیستم ایمنی اون آسیب رو ببنده، اوکیش بکنه و میبینیم که عروق تنگ میشه و بحث کلات ها یا لحظه‌های خون اتفاق میفته و سکته. اما پس اینم از چربی های اشباهی که گفتیم. پس اون تایپ بی رو کی میسازه؟ از کجا میاد؟ این سوال اصلیه که پیش میاد. تایپ بی رو یا همه آپو بتا رو بیشتر انسولین با مسیر HMG کار ریدوکتاز از کبد میسازه. انسولین تریگر اصلیش کاربوهایدریته، کماکان اون گلوکوز و دکستروز و مالتودکسترین و سایکلودکسترین و نشاسته های مادیفاید استارچ ها و همه این موارد هم میشکنن به گلوکوز، یا به هر حال تریگر انسولین هستن یا تاثیرگذار بر روی سطح انسولین هستن. پس بنابراین شما دارین کلسترول خطرناکتون رو با قند و شکر میبرید بالا. این هم از این موضوع. خب ما در مورد ترکیبات گفتیم، در مورد التهابات گفتیم، در مورد پورشن سایز ها گفتیم که تغییرات ایجاد شده و امروزه بیشتر شده. در مورد یک سری ترکیبات دیگه مثل جی ام او ها میخواستم نظر شما رو بدم. نظرتون در مورد جنتیکلی مودیفاید ارگانیسم چی هست؟ خب این خیلی میپرسن. خب این همینجور که توی مکالمه های قبلیمون هم با هم، البته مکالمه هایی که جای منتشر نشده گفتیم، ذهن من، نظر من اینه که ما بیشتر باید به چیزایی برگردیم که ما در سابقه تکاملیمون توی سرگذشت خودمون باهاشون در تماس بودیم، اونا رو خوردیم. ولی وقتی که ما غذاهای جی ام او استفاده میکنیم که از لحاظ ژنتیکی مهندسی شدن و خیلی سریع جهش پیدا کردن به طوری که ما نتونستیم همزمان با اونها تغییر پیدا بکنیم، میتونن برای ما مضر باشن. حالا ما یه تغییرات رو توشون ایجاد میکنیم که بعضیا برای حالا پربار شدن، برای شیرین شدن و چیزهای مختلف هست، ولی در کنار اونها چیزهای تغییر میکنه. حتی اگر که اینها رو در منفی در نظر نگیریم، اون چیزهای دیگه که برای ما تغییر که تغییر میده، بدن ما با یه اطلاعاتی روبرو میشه که قبلا باهاش سر کار نداشته و نمیدونه چجوری این اطلاعات رو رمزگشایی بکنه. چون غذا فقط کالوری نیست، فقط اون ترکیبات قند و کربوهیدرات شاید نباشه، حتی نسبت اینها به هم هم بخشی از اون اطلاعاته. و بدن اگر که توی تاریخ تکاملی خودش با اینها سر و کار داشته باشه، میدونه که باجون چی کار کنه. ولی اگر این تغییرات رو ما توی 100 سال اخیر بدیم، ما ژنتیکمون به اون سرعت نمیتونه جهشی داشته باشه، این همه نسل که با اون سازگار باشه. این نظر من هست در مورد جی ام او. خب حالا خیلی جالبه که من به شما بگم جی ام او رو اگر نمیداشتیم شاید الان جمعیت دنیا رو باید میکشتن. ببینید جی ام او به خاطر اینکه سرعت رشد جمعیت و مصرفگرایی اونها نسبت به زمین ها، اراضی کشاورزی و فعالیت های کشاورزی و دامپروری یکسان نبوده. انسان مصرفگراتر شده، انسان هدردهنده تر شده و ضایعات بیشتری از غذاها داره. و اگر این جی ام او ها به نظر من ساخته نمی شد، شاید جنگ کشورها سر غذا می شد. یعنی امنیت غذایی دنیا، واژه امنیت، ایمنی میشه، حالا ما مسئله بهتشه امنیت، اینکه غذا در دسترس باشه،
کمبود امنیت به وجود می اومد و کشورها سر قضا با هم دعوا میکردن. به نظر من به خاطر اینکه مجبور شدن این کار رو انجام بدن، چون اگر میزان کمتری کراپ داشتن یا بحث زمین‌های اراضی های کشاورزی و یا دامپروری، به هر حال میشد جمعش کرد با یه سمپاشی مداومی، با یه سرپناه متفاوتی، با یه چند کیسه کشیدن یا کیسه هایی که حالا روی گیاهان کشیده میشه، گلخانه ها اینا، ولی دیدن مجبورن توسعه بدن، بنابراین پس اینجوری نمیشه، بریم ژنش رو تغییر بدیم. این بحث هست. اما کماکان من موافق این هستم که این ترکیبات در بدن ما هنوز شناخته شده نیست. اصلی ترین جی ام او هایی که میشناسیم و هر جا بگردیم پیدا میشه، اصلی ترینش به نظر من سویا، یعنی 80 تا 90 درصد سطح زیر کشت سویا جهان جی ام او یا حساس، مجبورن که جی ام اوش بکنن، ژنتیکی مودیفایدش بکنن. حالا باهاش یه عالمه مشتقات ازش استخراج میکنن، چه روغنشه چه پودر پروتئینشه که توی خیلی از محصولات به عنوان ترکیب پروتئینی حساب میشه، ولی جذب بسیار کم، جذب 16%، یعنی عمدتا ویسته و علاوه بر اون که بسیار بسیار تاثیر میذاره. ولی باز نگاه میکنیم چاره ای ندارن، یعنی برای اینکه بخوان برسونن مجبورن از این کراپ استفاده میکنن. علاوه بر اون ذرت جزو یکی از جی ام او ترین ها هستش و مشتقاتشون قاعدتا اون ژنتیک اون گیاه با خودش توی همه مشتقاتش خواهد. یونجه بعضی وقتا بحث میکنم ولی ما زیاد روش حالا مانوف نمیدیم. آلفا آلفا شما هم کمک کنین دیگه. چیا رو؟ بعضی از میوه ها رو میگن، ولی خب میوه خاصیتش شاید بیشتر از حالا اون شرایط جیبی بودنش باشه، مثلا اینکه بیشتر میوه رو روی شیرینیشون کار کردن و اون رائقه ای که تغییر کرده طی مدت زمان که مردم توی فرهنگشون شیرین تر پسندید. و دیگه چه چیزهایی مد نظر هست شما؟ جی ام او های اصلی رو من به نظرم اینها هست و عمدتا خب حالا اینکه فرهنگ اینکه جی ام او زده بشه روی محصولات خیلی مقدار کم هست، ولی بدونیم فیکس الان تازه اینجا می نویسن پشت روغن ها تراریخته، یا مثلا توی سوسیس کالباس می نویسن با روغن تراریخته، روی بیسکویت می نویسن با روغن تراریخ. ترجیحاً وقتی که می خواهیم این جانک فود ها رو یا این محصولات غذایی پروسس شده غیر استاندارد رو کاهش بدیم، همه اینا اتومات هضم میشه و دقیقا. اون فکری که روی بدن قرار بیاد، به هر حال بدن ما هم یک مقاومت مناسبی نسبت به این موضوع داره و میتونه که کنترل بکنه، پس هرچی کمتر بهتر. و در مورد فرهنگ سازی اگر فکر کنم بتونم توی 10 دقیقه صحبت بکنم، لایومون تموم میشه. حالا این فکر میکنم 10 دقیقه باشه. آره. و در مورد فرهنگ سازی ولی میتونیم توی لایو دیگه ادامه بدیم، نگران نباشید. اوکی، میگم باز مسائل رو شما سوالات بپرسید. فرهنگ ها دقیقاً بهتر برگردیم به رفتارشناسی، رفتارشناسی منطقه‌ای، آب و هوا، در دسترس بودن مواد غذایی و حالا education، یا میشه گفت بهتر اینجوری بگیم سواد غذایی اون جامعه. سواد غذایی بسیار مهم. ببینید ما وقتی که بزرگ میشیم، یعنی بچه که هستیم و داریم بزرگ میشیم، اصلی ترین جایی که ما رو دارن غذا میدن و ما داریم باش رشد میکنیم خانواده هست. من دیروزم یه کوچیک در مورد صحبت کردم. خانواده اصلی ترین شرایط اپیژنتیک ما رو کنترل میکنه. اپیژنتیک یعنی فرای ژنتیک، یعنی محیط، هر چیزی که بر روی ما تاثیر میذاره و بدن ما نسبت به اون پاسخ میده. خیلی از افراد میگن بیماری های متابولیکی همش ژنتیکه، من میگم 10% میتونه ژنتیک، 10% واقعا ژنتیک دخیله، یعنی شما پس زمینش رو داری، اما 90% خودت اجازه دادی که این اتفاق ابراز بشه. دقیقاً از وقتی که بچه توی شکم مادرش هست، تعداد سلول های چربیش مشخص میشه، در از رشد سلول ها تخصیمش هایپرپلازی که داره و به یه حد محدودی میرسه که بهش میگن سلول های آدیپوسایت، بافت آدیپوز، تکلیف مشخصه. یعنی مادری که
باعث شرایط آنابولیک و پرولایفریشن یا تقسیم سلولی بیشتر این سلول‌های چربی در جنینش به خاطر مصرف کربوهیدرات‌های بالا و افزایش هورمون مادر مثل انسولین میشه، میتونه بچهش رو مستعد بکنه در سنین بالاتر زودتر چاق بشه. اینجا شاید بخوایم بگیم ژنتیک، ولی ژنتیک نیست. این باز اپیژنتیک، مادر بر روی جنین تاثیر گذاشته. مادرهایی که تغذیه سالم دارن بچه‌های سالم و مناسبی رو میتونن داشته باشن. و بعضی ها میگن ما تو خانوادمون همه لاغریم یا ما تو خانوادمون همه چاقیم. اون مادر بچه‌ها رو درست تغذیه کرده، بچه‌ها شبیه به همن. ژنتیک باز هم تاثیر داره. ولی کن که این تغذیه هم مهمه. نکته بعدی، بچه که بزرگ میشه شیر مادر رو میخوره. امروزه در حال حاضر ما این موزل رو داریم، شیر مادر کمتر مصرف میشود و جایگزین شیر خشک هست. شیر مادر به خاطر آنزیم ها و پادتنهایی که داره بدن بچه رو بسیار قوی میکنه و شیر خشک این موارد رو نداره. این موارد اختصاصی بدن هر موجوده، حالا هر مادر و فرزندی هستش و شیر مادر اصلی ترین تغذیه هستش به نظر من. بچه که به قضا میفته، اینجا نیروهای کمک رسان به مادر تغذیه بچه رو تعیین میکنه. مادر بزرگ یک جوری تغذیه میکنه بچه رو، پدر بزرگ یک سری جایزه ها به بچه میده، عمه و خاله و دایی یک سری چیزا میدن، مادر و پدر یک سری چیزا میدن و بچه داره تو ضمیر ناخودآگاهش و علاوه بر مغزش و حس میشه با پرزهای دهانیش طعم‌ها رو یاد میگیره و میفهمه و داره بالانس میکنه. علاوه بر اون هنوز هورموناش ولی درست دارن کار میکنن. چیز شیرین میخوره، سروتونین و دوپامین افزایش پیدا میکنه تو مغزش، خوشحال میشه. برای همین میبینیم که این بچه عادت میکنه. پس بنابراین کم کم که به سن میرسه به سمت این غذاها سوق پیدا میکنه. غذاهایی که باعث جایزه داده شدن توی مغز میشه، باعث آرامش فرد میشه و فرد همینجور اشتباه غذاهایی که تو این 30 سال دستکاری هایی شده که خودش چاق کننده تر شده استفاده میکنه و میفته توی یک چرخه معیوب دیگه، میفته توی یک چرخه به اسم مقاومت به انسولین که هی قندش میفته، یه چیز شیرین میخوره دوباره قندش میفته، هی کالری متناوب دریافت میکنه، هی کربوهیدرات بیشتر میخوره، سطح انسولین بالاتره، لیپوژنسیس بالاتره، چاقتر میشه. حالا اگر ما برگردیم این مسیر و بچه رو از همون بچگی سعی کنیم عادت بدیم، عادت دادن بچه یک روز دو روزه و با زور نیست. این یکی از بحثاییه که من میگم اگر از همین امروز استارت زده بشه همه نوزادان و خانواده ها در ایران بچه رو درست آموزش بدن، 20 سال دیگه نسل چاق خیلی کم خواهیم داشت. ما هم بیایم بغل ژاپن باشیم واقعا اگر این آموزش داده بشه. یعنی این فهمه اصلی ترین فرهنگ گردن خانواده است. هر چقدر هم توی تلویزیون پروفسور فلانی، هر چقدر من تارمسری شمای تماسوی بگی که این کارو بکنید، مامان بابا تهیه میکنن میذارن جلوی بچه یا اجازه این رو میدن که بیرون بخره یا نخره، یا اگر میخواد بخره نمیگیم نخوره، هیچ اشکالی نداره بخوره ولی اولویت ها رو یاد بگیره. آدم بعد از یک مدتی که غذای خوشمزه و میشه گفت حالا خوشمزه از دیدگاه متفاوته، غذای سالم میخوره، اصلا وقت غذای نان هلسی میخوره انگار سیر نیست، انگار بهش نچسبیده، انگار واقعا براش جالب نیست. بعضی وقتا نسبت به سبزیجات من اتفاق برام میفته، من سبزیجات نخورم انگار غذا بهم نچسب. بنابراین این رفتار رو باید یاد بدیم و دیگه مشکل شدیدی نخواهیم. بهترین راهکار به نظر من برای کنترل سلامتی، در حالا در پرانتز بسته این لایف بخوایم بگیم، اینه که از سنین پایین آموزش داده بشه بحث تغذیه و مباحث استراحت و ورزش کردن که باید حتما باشه. به نظر من اگر ماشینی سوخت داشته باشه و فعالیت نکنه، تقریبا انگار یه ماشین افتاده است توی یه پارکینگی، یا اگر درست استراحت نکنه چیزی نمیمونه، بدن از خودش میخوره. دقیقاً بدن گلوکونوژنسیس میکنه، بدن سطح کورتیزول رو میبره بالا، بدن تمام هورمونا رو به هم میریزه اگر استراحت نکنه. فرد مثالش کسایی که مثلا میگم 48 ساعت نخوابیدم، فرد حتی دچار
دوبینی میشه، دوچار توهم میشه. یعنی اینقدر این استراحت مهمه، اینقدر این استراحت مهمه. بنابراین من صحبت رو تا همینجا نگه میدارم، شما اگر مد نظرتون هست لایو رو سیف بکنین، لایو بعدی رو بیاین بالا، من در خدمت هستم. اهم باشه، پس من باید این رو الان ببندم درسته؟ اگزیت. آره اینو ببندین و سیف کنین روی پیجتون بذارین. لایو فقط یه صفحه خودت هم معرفی میکنین چون که پرسیدن مخاطبان. صفحه کتو ایران، پیج کتو ایران، KETO ایران. توی تلگرام هم دو تا این داره و شما از کانال تلگرامیمون هم میتونین بیاین توی گروه تلگرامیمون. پیج اینستاگراممون هم کتو ایران هستش که مطالبی که بهش اشاره کردم رو باز دقیق‌تر روی همین تخته که پشتم بوده گاهن در موردش صحبت کردم. خیلی بسیار ممنون. متشکرم. من ذخیره میکنم، دوباره برمیگردیم واسه لایو بعدی. درودی دوباره. خب حالا موافقی که اینجا یه مخالفت کوچولویی باید بکنم؟ بله حتما، خیلی خوشحال میشم. ما اصلا هیچ دیدگاه سفت و سختی نسبت به یک مسئله خاص نداریم، بلکه میخواییم اینجا خیلی از عزیزان فکر میکنن که ببخشید من اینو توی پرانتز بگم، خیلی از عزیزان فکر میکنن که اون حرفی که میگم فقط درست. نه، بهترین کار اینه که همه نظرامونو به شور بذاریم، ما حداقل برای جامعه خودمون، ما هنر بکنیم برای خود ایرانی، نظرامونو بذاریم، به یه نظر درست و واحد با دلایل منطقی برسیم. اگر ما هیچ وقت این کار رو نتونیم بکنیم، خب میشه همش تک گفتن و نظرات متفاوت و راهکارهای متفاوت که از میشه گفت اون سیستم جامعه دانش خب خارج کرد. اصلا خیلی همکار خوبی هست که ما دیدگاه همونو با هم به اشتراک بذاریم. من ماله. اتفاقا خوشحال میشم که غلط بودن حرفی که میخوام بزنم، حرفی که میزنم ثابت بشه، چون که یه چیز هیجان انگیزیه واسه من، یه درهای جدید به روی من باز میشه. بله، همینجور که میگن اگر که با من مخالفتی داشتی و اون مخالفت باعث شد که چیز جدیدی یاد بگیرم، خب این به من کمک میکنه که باهوشتر بشم، اطلاعات بیشتری داشته باشم. خب حالا اون تیکه کوچولویی که حالا مخالفت باش داشتم، حالا شاید هم نظر من رو در این باره بپذیری، این هست که ما شاید هم لزوماً به GMO نیازی نداشتیم برای رفع مشکل تغذیه جمعیت رو به افزایش دنیا، چون که همینجور که تو صحبت‌های خودت هم گفتی، وقتی که ما اومدیم های فروکتوز کورن سیراپ درست کردیم یا شربت ذرت پر از فروکتوز، و وقتی که چیزهایی رو درست کردیم که مقاومت انسولینی رو افزایش دادن، التهابات رو افزایش دادن، باعث شد که غذاها هم خوشمزه تر بشن، یه طوری اعتیاد آورتر، بهتره که بگیم واژه درست ترش هست، که دقیقا میگن محاسبه میکنن، آزمایش میکنن ببینن چه غذایی برای مخاطب، برای مصرف کننده دلنشین تره، تا فرد مصرف کننده هم یه بار که مصرف کرد اون سیستم های پاداش ذهنش فعال بشه و سریع بعد بره دوباره سراغشون. یعنی ما اومدیم اینها رو با منطق سود، همینجور که خودت هم گفتی، کاری کردیم که افراد پورشن سایز یا اندازه که سهم غذایی خودشون رو افزایش دادن، و اگر که غذاهای قانع کننده و پر انرژی میخوردن، این اتفاقات رخ نمیداد. یعنی ما اومدیم با شیرین تر کردن غذاها و افزودن غذاهایی که طی جی ام او ممکن شدن، کاری کردیم که نیاز به غذای بیشتر هم داشتن. ولی اگر که ما میومدیم چیزی که بهش میگن ریجنراتیو اگریکالچر یا کشاورزی احیا کننده، کشاورزی که با استفاده از حیوان باشه، با همکاری حیوان باشه، ما غذاهای طبیعی تری می داشتیم، نیاز به مواد سمی کمتری می داشتیم، و شاید با این غذاهای اعتیاد آور و همچنین گرسنگی آور، جامعه رو محتاج غذاهای بیشتر نمی کردیم. یعنی با غذای کمتر اما با کیفیت تری می تونستیم همه دنیا رو غذا بدیم. حالا من در جواب شما بگم، حالا جی ام او ها صرفا حالا بحث شیرینی میوه جات، بیشتر این فکر کنم تو ذهنت اومد، شیرینی میوه جات یکی از موارد بوده ولی فقط بحث شیرینی نیست.
خیلی از گیاهان رو پایدار میکنن به سرما، به حشرات، به روغن بیشتر، به محصول بیشتر. خب این یک. دو، ما هدفمون در امنیت غذایی جهان در دسترس بودن و قیمت پایینه. برای اینکه قیمت پایین بخوایم ایجاد بکنیم باید تولید رو ببریم بالا، و این باید تولید رو ببریم بالا میریم سمت GMO. اما در مورد شیرین تر شدن یه مرحله برگرد، من به نظرم ایدم نسبت به اینکه میوه هایی که GMO شدن و که شیرین تر شدن، یک سری هاشون پیوندن، حتما GMO نیستن. این یک اشتباهیه که خیلی ها فکر میکنن همه GMO هن. نه، یعنی اینکه گونه مدن اون همون گیاه رو در گونه های مختلفش، جاهای مختلف اونها رو ور میدارن، هی با هم دیگه بحث ژنتیک نه، بحث لقاحشون رو انجام میدن، هی اون گونه ای که مد نظرشون هست رو رشد بیشتر میدن، میرسن به اون چیزی که میخوان، بعد اون رو توسعه میدن. یعنی هی خالص‌تر میکنن اون بذر رو که بهش میگن حالا بحث یا حالا کشاورزی هم هست، گیاه‌پزشکی هم هست، بستگی داره به حالا خاصیت اون گیاهی که مد نظر هست. میان اون واریته‌ای که میخوان رو بیشتر سوقش میدن و هی خالص‌ترش میکنن. این کاملا اوکی هستش و ژنتیک خود اون گیاه، کسی دستکاری نکرد. جی ام او باز میگم توی بعضی از میوه ها ممکنه اتفاق افتاده باشه، اما بعد از این که یک سری ترکیبات، یعنی یک سری چیزها شروع شد. جی ام او فکر کنم شاید 50-60 سال عمرش باشه، ولی ما شاید 100 سال پیش چیزی به اسم کیک داشتیم و شکر. یعنی این شیرینیجات شد فرهنگ، شد اینکه مهمونی میریم یه قوطی شیرینی بخریم، این شد فرهنگ، شد هرچی خامه‌ای‌تر و پرشیرین‌تر باشه یعنی ارادت بیشتری به میزبان داریم. واقعیت دیگه این شد که برای بچه میخوایم جایزه بخریم، آب نبات بخریم، اینا فرهنگ شد. حالا افتادیم توی یک فرهنگ اشتباه در دنیا، یعنی اینو روتین کردن حالا افرادی که بودن، کسانی که تصمیم گیرنده بودن، شو میکردن و مردم به اونا نگاه میکردن. خب بله، وقتی هم که یک بار برای بچه چیز شیرین میخرید بسیار خوشحال میشد، پس بنابراین این یک راهکار میشد از لحاظ روانشناسی برای مادر پدرها و یک راهکار میشد برای خود اون بچه و یک عالم پول برای اونی که اونو تولید میکنه. هرچی هم ارزون تر، مامان بابا دو تا میخره، سه تا میخره. پس بنابراین رو میاریم به ترکیباتی که ارزون تر بیفته. این میشه که چرخه اقتصاد و چرخه صنعت و کشاورزی میاد و خودشون هم گریبانگیر این موضوع هستن. یعنی فکر نکن اونا خودشون میدونن نشستن به ریش ما میخندن، نه، خودشون هم دارن مصرف میکنن. الان من با یک واژه‌ای در دنیا مشکل دارم، میگن ارگانیک. ارگانیک 40 تا شرط داره و واقعا پیدا کردن یک چیز ارگانیک خیلی سخته، خیلی سخته و تبلیغه، یک چیز تبلیغاتی. ارگانیک شاید بخوام بگم حداقل 4 برابر 5 برابر قیمتش بالاتر باشه. بنابراین این یکی از موارد. آیتم بعدی در مورد رفتارشناسی که من حالا داشتم اشاره می‌کردم، این بچه که بزرگ میشه کماکان میتونه توی سنین میانه که دیگه بهش اصطلاح میگیم رژیم، تصمیمش رو بگیره برای بدن سالم. حتی ممکنه هیچ علائمی نداشته باشه، لاغر هم باشه، اوکی، اصلا سالم سالم باشه، ولی به این موضوع فکر بکنه که باید این تغییرات رو ایجاد بکنه که بتونه توی سنین بالاتر سلامتی رو نگه داره. هرچی سن میره بالاتر توجهه باید بیشتر بشه. سن پایین تره، خب بدن کنار داره میاد، بدن درگیریاش کمتره، متابولیسم بالاتره، به هر حال یه کاریش میکنه، ولی توی سنین بالاتر دیگه زورش نمیاد. پس بنابراین به نظر من افراد باید این رو بدونن از سنین، حتی اگر بچگی هم رعایت نشه، که میرسه به صحبتی که کردم، گفتم آگاهی جوامه. ببینید شما در حال حاضر به صورت رندوم افرادی رو انتخاب بکنید
و ببرین داخل سوپرمارکت و 4 تا محصول به صورت رندوم انتخاب بکنین، بگین پشتش رو بخون و توضیح بده، توی ایران بعید میدونم. یعنی به ترتیب نوشته این این این، شاید مثلا فقط بتون بگه آب، آبش این آب دیگه. شاید خیلی از موارد دیگه، این که برای بدن چی کار میکنه، چه اتفاقی میفته، آیا خوبه خوردنش، آیا نخوردنش، چی چی. الان شما پفک رو ورداری یا چیپس رو ورداری، پشتش نوشته سیب زمینی، روغن، نمک، پشت چیپس نوشته، پشت پفک نوشته ذرت، نمیدونم حالا اصلا ذرت و نمک و مثلا حالا آناتو، اگه خیلی بخوام مثلا جالبش بکنم، نارنجی رنگش بکنم، اگر نه همون تارتوزی که سرطان زد. خب این چیه؟ الان این که سالمه که من الان ذرت رو با نمک بخورم سالمه، طبیعی هستن که چه اتفاقی میفته؟ آقا شیر پرچرب با شیر کمچرب، چرا کمچرب؟ چرا پرچرب؟ چرا پاستوریزه؟ چرا استریلیزه؟ اینا ایده ها، اینا واژه های خیلی ساده است. چرا هموجنیزه؟ اصلا هموجن یعنی چی؟ حتی یه سرچ بکنن یک بار هم باز شاید تو ذهنشون بمونه. ماست پرچرب، ماست اگر پشت ماست نوشته، حالا اسم نمیبرم از برندش، نوشته نشاسته، حالا مثلا یه ذره نشاسته، چیزی هست چیزی نیست، چیکارش کنیم؟ نشاسته رو برای چی زدن؟ ببینیم وقتی که آگاهیه اتفاق بیفته، فرد بدونه داره چه انتخاب میکنه. ما که نمیتونیم زندگی سرعت صنعتی که داره میره جلو رو کندش بکنیم، یه تنه وایسیم بگیم نه شما نباید، ولی ما که میتونیم خودمون رو رعایت بکنیم، ما که میتونیم آگاهانه انتخاب بکنیم. از این آگاهانه انتخاب کردنه نیاز به مطالعه، نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی از بچگی داره. نیاز به این داره که شاید به جای اینکه پیج ها، من خیلی روب دارم، یا حتی خود ما، اصلا ما به جای اینکه بیایم یک رژیمی معرفی کنیم، ما آگاه بکنیم چی کار دارید میکنید. این چی کار دارید میکنیده به نظر من اصلی ترین راهکار، اصلی ترین مشکیگره یه که باید باز بشه. افراد نگاه میکنن مثلا جناب تهماسبی کارنیور گرفته، پارومسری کیتوژنیک گرفته، آقای ایکس هم پالئو گرفته، حالا هر کدوم بهتر سریعتر جواب گرفت همونو میگیرن. خب از کجا؟ چرا؟ من دیروزم همین بود صحبتم. چرا؟ فرد باید بدونه داره چی کار میکنه، فرد باید بدونه که چه مشکلی براش پیش اومده، فرد باید بدونه راه حلش چیه. اما بحث اصلی که بارها و بارها انجام دادیم و گفتیم، بحث مقاومت به انسولین بود. یعنی ریشه یابی کردیم توی تمام مقالات و تمام صحبت ها و کامنت ها، همگی میگن مقاومت به انسولین، اما همگی نمیگن یک رژیم خاص، بلکه همه میگن بله مقاومت به انسولین رو باید درمان کرد. حالا میان افراد با تمرکز و داده های مختلف این مقاومت به انسولین رو درست میکنن، داروسازی میاد متفورمین درست میکنه، کتوجنیکه میگه کربوهیدرات رو بیار پایین، کارنیواره از یک دیدگاه التهابی تر نسبت به کتوجنیک وارد میشه و کربوهیدرات رو میاره پایین، پالئو میگه باز دوباره کربوهیدرات رو بیار پایین و دستت بازتر باشه، لو کارب همینو میگه، رژیم کالری شماری هم همین رو در نهایت نگاه بکنیم میگه، چون این اینجوری بخوایم بگیم نیست، شما کالری رو که کم میکنیم به هر حال از کالری کربوهیدراتی که 40 تا 60 درصد دایت فرد رو تشکیل دادم داری کم میکنی، به هر حال داری کرب رو کم میکنی و هر لولی از کربوهیدرات کم بشه، پیکی که انسولین میزنه به هر حال یک مقداری میتونه کوتاه‌تر بشه و در طی شاید 2 سال طول بکشه تا اون کربوهیدرات بیاد پایین‌تر. البته که بگم کالری شماری درست، نه رژیم های سرسام آور کم کالری، و به هر حال شما داری مرحله به مرحله اون کربوهیدرات رو هم کم میکنی و برای همینی که به یه جایی میرسن دکترها دیگه دستشون بسته میشه، نمیتونن دیگه کربوهیدرات رو، یه جایی میرسه که ماکسیموم انرژیشونه و از اون کمتر دیگه فرد از دست میره. کماکان دیدیم نمونهشو، فرد 800 کالری امروز زیاد بخوره، فردا 800 کالری ازش کم میکنن، مجبور میشه 200 کالری بخوره، بعد دیگه میگه جبران میشه با هم دیگه. این معروفه، این خیلی آیتم معروفیه، اسم نمیبرم درست نیست، از معروف ترین ها هست. بنابراین ما یه چیز توی رژیم های کاهش کالری بعضن یا خیلیشون
بر این تاکید میکنن که وعده ها رو بشکنن و در تعداد بیشتر بخورن. برای کسی که در حال حاضر مقاومت انسولین داره، اگر وعده های بیشتری بخوره تحریک انسولینش هم بیشتر میشه. پس یعنی اون مشکل رو اگر که توی این شرایط باشه حل نمیکنه. حالا یک چیزی به شما میگم، شما وقتی که هر دفعه غذا میخوری، دیروز من اوایل لایف صحبت کردم، یه دونه تف اضافه میکنی، یعنی یک ترموجنسیس اجباری داری. این یکی از موارده. برای همینی که من فست های خیلی طولانی رو هم توصیه نمی کنم. پس بنابراین شما یه ترموجنسیس گرمازایی اجباری دار. این یک. دو، عمده رژیم های کالری شماری به فرد ورزش رو حتما توصیه می کنم. سه، کالری ها در حدی چه، اگر شما خیلی از برنامه های ببینید، شما خود اون متخصص متوجه این موضوع نباشه، ولی برنامه‌اش رو نگاه میکنی لو کارب، شاید یعنی من دیدم ها، اساتید خودمون رو بارها دیدم نوشته، نگاه میکنی من نوشته مثلا تعداد واحد کاربوهیدرات اینقدر، بعد میشوری مثلا میبینی کاربش میشه 120 گرم، خب لو کارب داری میدی. خیلی الان امروز من دیدم کمتر پیدا میشه که حتما فیکس 40 تا 60% رو بدن، و مخصوصا دست بالا 60% رو بدن، و مخصوصا بچه های جدیدتر به این موضوع آگاهی بیشتری دارن تا قدیمی ها. به همین جهت وقتی نگاه میکنیم حتی گایدلاین آمریکا 2020 تا 2025 رو که من نگاه میکردم، خیلی به این موضوع میشه گفت چیز میکنن، خورده میگیرن که اصلا تقصیر دایتری گایدلاین آمریکا هستش که این موضوع باعث شده و باعث چاقی مفرط و چاقی بیشتر و دیابت در افراد. واقعیت وقتی دایتری گایدلاین رو نگاه میکنیم میبینیم که زور فرهنگ از زور مطالعه بیشتر بود. واقعا دارم میگم، شما دایتری گایدلاین رو نگاه میکنی رو 40% اگر ببندی و توصیه هایی که کرده و گفته شوگر رو کاهش بدید، و تو این جدیده هم گفته که کارب های پنهان رو کاهش بدین، نگاه میکنی که اگر فرد حدودش رو رعایت بکنه و ورزش بکنه، و الکل رو هم گفته کاهش بدین، اگر اینا رو رعایت بکنه باز هم بعیده به اون مشکل برسه. مشکل اینه که ما ناگهانی شرایط رو عوض کردیم برای خودمون. ما بالای 300-400 گرم کاربوهایدریت دریافت میکنیم. ایرانی که شکمش بزرگه، نوشابه ها رو میخوره، نهار چی میخوره؟ من همیشه مثال میزنم دقیق باشه. مثلا غذای خوب بگیم میخوره، چلو کباب میخوره، چلو یه پرس، اون خودش حدودا 100 خورده قشنگ پرم که میکنه، 100 خورده گرم تا 200 گرم شاید بشه. بغلش ممکنه نون بخوره به عنوان پیش غذا، مثلا بعضی نون و ماست عادت دارن، اینم بخوره بعد چلو کبابش تا آماده بشه. نوشابه ها رو هم میخوره، این تازه نهارش بود، شام مونده هنوز، یا صبحانش بربریه رو خورده با چای شیرین. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم حجم بسیار زیادی کربوهیدرات وارد شده، از بالا به پایین نباشه، یکی گفته من نمیدونم من رو میگن یا شما رو میگن، من چاره ای من بالا به پایین نباشم یه ذره سخت. آخه میدونی اینجا کات که کوچیک میشه، من باید برم خیلی عقب. پس بذارید اینو اینجوری بذارم، من اینجا باید بیام عقب تر، چون کادرا که کات میشه من اصلا حذف میشم. عرضم به خدمت شما که بنابراین سطح کاربوهایدریت هایی که هست بسیار بسیار بالا، و ما نمیگیم آقا اصلا کاربوهایدریت نخور، صفر. اگر تو کاربوهایدریت بخوری از ما نیستی و تو حق نداری که زندگی بکنی و تو حق نداری که سلامت باشی. اشتباهی که ایرانی ها توی افراد و تفرید بسیار بسیار انجام میدن، یا مثلا رژیمه رو نمیگیره، یا رژیمه رو جوری میگیره که واقعا خودش رو به هم میزنه. ما میگیم کاربوهایدریت رو رعایت بکن. اول اینو، این گره اول رو باید کنار بیاریم. ما داریم در مورد فرهنگ ایران صحبت، اولین گره اول رو درست بکنیم، بعد حالا کاربوهیدرات رو درست کردیم انتخاب بکن، لو کارب باش، پالئو باش، کیتو باش، کارنیور باش، هر کاری که میخوای بکنی. ورزش رو اول شروع بکن به عنوان آیتمی که مقاومت به انسولین رو اصلاح میکنه،
بعد حالا کم کم تصمیم بگیری چه جوری ورزش کنی. خوابتو درست بکن، ساعت 12 شب تا 2 صبح با گوشی توی تخت نباش، اینو درست بکن، اون وقت تصمیم بگیر مقاومت بنزین که حالا چه مدل رژیمی بود. متاسفانه بحث از اینجا اومد که این ما پیچ ها از رژیم، از دیدگاه یک رژیم نگاه میکنیم به سلامتی افراد. و من دیروز هم اشاره کردم، گفتم کیتوجنیک، چرا کیتوجنیک؟ آقا من اصلا میگم لوکار، شما اصلا میگی کارنیوور، اصلا یه پروفسور دیگه میاد میگه هیچ کدوم، کالری شماری. چرا ما داریم از دید، وقتی از دیدگاه مقاومت به انسولین نگاه میکنیم، میگیم شما آروم آروم کار به تو بیار پایین، اینو شروع بکنن افراد. به نظر من اونی که تازه اومده، عادت های بد غذاییشو رفع بکنه. نوشابه جزء خریدهای اصلی خانواده هست، روغن های سرخ کردنی و روغن های گیاهی جزء خریدهای اصلی خانواده هست، بستنی، نوشابه، آب میوه ها، اینا همه جزء خریدهای اصلی. اینا رو نخرید اول، بعد که نخریدین آروم آروم اون نون و برنجتون رو کم بکنید یه ذره. بعد یه روزه هم اتفاق نمیفته، فرد میگه امروز قطع بکنم فردا باید نتیجه بگیرم. نه، یه ماه عادتها رو اصلاح بکنید، عادت رو تبدیلش بکنید به عادت، یعنی رفتار کنید و به همدیگه بتونید انتقالش بدید. بعضی وقتا افراد عادت دارن ولی رفتار رو ندارن، عادت مال خودشون، ولی رفتارش بکنید، یعنی توی خانوادتون خانواده بدونه که مثلا 2 بار توی هفته برنج قبل خوردنش. اگر این موضوع از اول رعایت بشه، دوباره میگم به مشکل بر نمیخورم، یا هنوز هم دیر نیست، افرادی که سنین بالاتر دارن آروم آروم اینو داشته باشن. حالا یکی انتخاب میکنه کیتوجنیک بگیره، یکی کارنیور بگیره، یکی پالو بگیره، یکی لو کارب بگیره. من میگم اصلا هیچ اسمی نذارید، همون رژیمه که مقاومت، همون لایف استایلی که مقاومت به انسولین درست میکنه، این بهترین کاریه که یک فرد برای سلامتی خودش میتونه بکنه. من تا اینجا به نظرم زیاد صحبت کردم، خوبه که شما هم یه حالا اشاره ها، نکته نظرهای مخالف رو اشاره بکنید، نکته نظرهای مخالف. من با این شروع تدریجی بسیار بسیار موافقم، و اتفاقا توفیق اجباری واسه خودم اینجوری بود که به سبب اینکه آشنایی با رشته تغذیه نداشتم، وقتی که میخواستم حدود 4 سال پیش رژیم کتوجنیک رو شروع بکنم، همین که آگاهی کامل نداشتم و به تدریج داشتم میفهمیدم که چی کربوهیدرات بالایی داره و باید اون رو حذف بکنم، باعث شد که این اتفاق واسم تدریجی بیفته. یعنی ورود به اون رژیم کتوجنیک حالا اصولی تر برای من شاید هفته ها و شاید حتی بیشتر از 1 ماه طول کشید. به خاطر همین همه تغییرات یهویی نبود. مثلا من اولش فهمیدم که آها، اون قنده مهرس رو حذف بکنم. نوشابه خیلی دوست داشتم، ولی اصلا نوشابه کوکاکولا وقتی که چیزش رو می‌دیدم اصلا رنگش واسه من وجدآور بود، ولی فهمیدم که واسه هم بعد همین رو حذف کردم، همین که مربا رو حذف کردم، همین تغییر زیادی رو واسه من ایجاد کرد. در صورتی که همچنان نون می‌خوردم، همچنان فکر میکردم برنج اوکی هست، همچنان با همبرگری که میخوردم اون فرنش فرایز هایی کنارش یا سیب زمینی سرخ کرده هایی کنارش رو میخوردم، و به تدریج فهمیدم اینها رو باید حذف بکنم. بیش از 1 ماه طول کشید که یه سیب های ترشی بود که میخوردم و خیلی دوست داشتم، تازه اون موقع فهمیدم که اینها کتوجنیک نیست. و با وجود اینکه این تغییرات داشت تدریجی رخ میداد، من داشتم نتیجه میگرفتم، از همون هفته اول داشتم نتیجه میگرفتم، گویا که بدن من منتظر بوده یه بار بزرگ از روی دوشش برداشته بشه. و هم خونه های من وقتی که سبک غذا درست کردن من و زندگی من رو میدن، علاقه من شدن، سال واسه شون ایجاد شد. حالا توی اونا چون که من کنارشون بودم و دقیقا میدونستم که همه آزمون خطاها رو کرده بودم، همه اشتباه ها رو کرده بودم، میدونستم که چی خوبه چی بده، میومدم تو آشپزخونه میگفتم مثلا اینو باید فردا نخوری، اینو باید بیشتر بخوری. اونا خیلی سریع اومدن عوض کردن، و خب مثلا یکیشون اون به اصطلاح کیتو فلو رو گرفت، یعنی اولش اون بیحالی ها واسش
رخ میداد، در صورتی که واسه من اصلا این اتفاق رخ نداد که توی پرسه میگم اومده بودید و وارد شده بود. آره، و همین تغییرات، همین هر گامی که برمیداریم بدن چندین گام پیشرفت بیشتری میکنه. خب صحبتت کامل هست، چون که میخوام اگر که کامل هست یه سری بزنیم به سوالاتی که هم توی لایو قبلی پرسیدن بیننده ها هم توی این لایو. من فقط یه چیز جالب، یه چرخه جالبی هم در مورد مدیکیشن ها، داروها بگم و از همکاران هم میخوام که مخصوصا حالا پزشکانی که اوردر دارو میذارن که به این موضوع ها دقت کنن. ببینین، بزرگترین کشور تولید کننده دارو در دنیا آمریکا هستش و صادر کننده قدری در داروها هست و بسیار بسیار هم میتونه خوب درست. اما ما دو دسته آیتم اگر بخوایم بذاریم، یک سری داروهای تکمیل کننده یا به اصطلاح مکملن، دارو که نمیشه بهشون، واقعا مکملن. یک سری از موارد دیگه دارو هست، اما داروها یک سریاشون درمان کنندن مثل آنتی بایوتیک، یک سری داروها ادامه دارن. من مشکلم بیشتر با این داروهای ادامه داره که فرد تا مدت ها به اصطلاح این burden of disease، در از اون هزینه اون درمان اون بیماری رو باید داشته باشه، با خودش به همراه ببره. اما عمدتا نگاه میکنیم، جدا از یک سری از بیماری هایی که ژنتیکی هستن و این موارد، بیماری های متابولیکی عمدتا داروهاشون طولانی مدت استفاده میشه. یکی داروهای اعصاب، یکی بیماری بحث های متابولیکی و یکی هم بحث های چاقی. آمریکا خودش جزو چاقترین هاست، خودش هم صادر کننده آیتم های چاقی برای لاغری، در از چاقی و لاغری هست. داروهای بیماری های متابولیکی مثل انسولین، مثل متفورمین، مثل گلیبنگلامید، داروهای دیگه ای که برای سیستم عصبی مثل SSRI ها، داروهای چربی های خون مثل استاتین دراگ ها، بله استاتین دراگ ها و این موارد، آیتم هایی هستن که خب فرد رو به یک چرخه معیوب دچار میکنه. وقتی چرخه رو نگاه میکنیم، حالا باز متفورمین خوبه، اگر متفورمین همراه با رعایت باشه باز میشه گفتش که کمک بکنه به حساسیت انسولین و قطع بشه، ولی انسولین برای فردی که خودش به خاطر مقاومت به انسولین دچار ضعف پانکراس شده یک چیز عجیب غریبه. یعنی عاملی که خودش باعث فیلیر پانکراس و فشار به پانکراس شده رو دوباره مجبور میشیم که تزریق بکنیم، در صورتی که فرد میتونه مدیکیشن هاشو کمتر بکنه. وقتی که ما سال به سال دوز داروهامون میره بالا، یعنی مریض تر شدیم. وقتی که دوز داروهامون بیاد پایین، یعنی داریم درست میشیم. و این داریم درست میشیمه زمانبره، ما یه روز دو روزه مریض نشدیم حالا دارو شروع بکنیم و دوباره مریض تر بشیم. نه، ما باید ریشه اصلی مشکل رو پیدا بکنیم، برگردیم و دوز داروهامون هم همراه با این کم میشه. استاتین دراگ ها باشه، اگر یک برهه زمانی استفاده میشه، ولی فرد باید این رو بفهمه که باید رعایت بکنه، چربی خون تریگلیسیریدش یا حالا کلسترولش بیاد پایین. اون یکی متفورمین با گلوکوفاژ فرق میکنه شرایط کاریش. مدل های مختلفی از داروها رو کنار هم دیگه میچینن، خیلی زیاده. اگه بخوایم بحث بکنیم، خودش لایو یکی پرسیده بود از چشم بچه‌ها، داروهای مثلا SSRI ها که برای مغز و اعصاب هست، خب ما میبینیم فرد وابستگی شدید بهش پیدا میکنه و هیچ وقت نمیره دنبال این که اون مشکل استرس یا مشکل افسردگی که داره رو از روانشناس کمک بگیره، راهکارش رو انجام بده. این دقیقا ما چطوری سعی میکنیم بدنمون رو بسازیم، جیبمون رو بسازیم، پولمون رو بسازیم فلان، این مغز رو هم باید پرورش بدیم و بسازیم. این از این موضوع. و دو، وقتی مشکلات فرد کاهش پیدا میکنه، دکتر متوجه میشه که دوز این دارو رو باید کاهش بده، چون اون وقت به مشکل برمی‌خوره. یا داروهای دیگه ای که حالا باز مختلف است، یا استاتین دراگ هایی که خودش باعث افزایش مقاومت به انسولین میشه، لوپ معیوبیه که ایجاد میکنه و کماکان مقاله 2010 هم توی انجمن قلب آمریکا تایپ شده بود که بین اومده بود استاتین دراگ ها رو بین هم دیگه مقایسه کرده بود که اشاره کرده بود حالا روزرو استاتین نسبت به بقیه کمتر باعث مقاومت به انسولین میشه و مشکلات قلبی رو.
این صحبت هایی که بود امیدوارم افراد با ذهن باز نگاه کنن، یعنی وسواس تعصب نسبت به رژیم هر کی به استایل خودش، هر کی به شرایط خودش رعایت میکنه، میگیره، میبینه، انجام میده. ولی کن که اون چی، من این رو تاکید میکنم، شما صرفا یک بازه کوتاه رو نبینید، شما میخواهید سالم زندگی کنید، پس یک بازه بلند نیاز به یک راهکاری داره که شما واقعا بتونید طولانی مدت انجامش بدید. اگر میبینید با کیتوژنیک راحتین، طولانی واقعا انجام میدید. ولی عمدتا اون چیزی که توی کالچر ایران، توی فرهنگ ایران ما میبینیم، خب افراد با لو کارب شاید راحت تر کنار بیان تا بهشون بگیم که مثلا کیتوژنیک بگیرید و لو کارب های یه مقدار دست بازتر. ما ایرانی ها جزو شکم‌ترین و خوشمزه ترین غذاهای دنیا رو به نظر من داریم و برای همین هنوز جا داریم توی این نموداره که اول لایف گفته هم بیایم برسیم به اول. ما خود همه چی توی میایم برسیم به اون قسمت ها، ولی که اگر رعایت بکنیم، این آماری که فودنا اگر اشتباه نکنم داده بود 60% ایران دچار مقاومت انسولین و عدد قابل توجه 2018، به همین جهت باید یه ذره این هم، مخصوصا ما کشوری که حالا بحث اقتصادی رو اگر بخوایم باش قاطی بکنیم و بحث تحریمی، این داروها هم خودش یه هزینه و هزینه گزاف میده. پس بنابراین با یک جابجایی ها، با یک سری کنترل ها میتونیم یه حجم زیادی رو کنترل بکنیم. به نظر من این یکی از راهکارهای خوب با افزایش آگاهی است. من در خدمتم در مورد سوال. این نب تعصبی که گفته یه چند باری هم هشتگش کردم، دقیقا چیزی هم که ما رو به هم نزدیک کرد، خیلی از حرفات خوشم می اومد و خیلی چشم انتظار این لایف بودن به خاطر همین نگاه بازی بود که داشتی و هر دوتامون روی این تاکید داریم که حالا شما کتوجنیک رو میگی، رژیم من به کارنیور نزدیکه، ولی آیا من میخوام که هر کسی که مخاطب صفحه من هست رژیم کارنیور رو دنبال بکنه؟ نه به هیچ وجه. خود شما اصلا فکر نمی کنم قصد این باشه که هر فردی بیاد صرفا که تو، و اگر یه روز یه میوه خورد خیلی از عزیزان اصلا پیش ما با لو کارب شروع میکنم، ما خیلی ها رو لو کارب استارت میزنیم. من اصلا تز خودم، نه اینکه برای همه کار ندارم، تز خودم اینه که فرد میتونه با لو کارب تا حد مناسبی خیلی خوب وزن کم بکنه به شرط اینکه ورزش و خواب خوب داشته باشه. اون چند کیلوی آخر رو به جهت اینکه یه مقدار فشار بیشتر داشته باشه کیتوژنیک. ولی خب اینجوری هم شده که فرد نتایج لو کارب رو دیده و تشویق میشه که حتی یه سری تغییرات رو بیشتر ایجاد بکنه و بار روانی زیادی واسش نداره، چون که به تدریج نتایج رو مثلا بگیم واجب کتوژنی که اینجوری گفته و حالا مثلا یک سری افراد تفرید های بیشتر به وجود بیاد، وقتی اینکه ما حالا این باز برمیگرده به نمیدونم نحوه استفاده از اینستاگرام یا فرهنگ استفاده یا پیج هایی که هستن، دامن میزنم به این موضوع. مثلا من میگم گریپ فروت مجازه، مثلا یهوی همه بلند میشن میگن نه گریپ فروت به این دلیل، میرن توی دی ان ای گریپ فروت، توی این موضوع، به این دلیل. مثال دارم، یه مثال بودا، مثلا میگم خب گریپ فروت باشه، به این خوب و بعدش رو نگاه میکنم، یه خاصیتش خوبه، حالا چه ایرادی داره گریپ فروت مثلا یه دونه تو دلش خواست بخوره؟ حالا واقعا چی میشه؟ من همیشه میگم آدم دست باز، این حالا صحبتی که میکردی میگفتی چی سخت میکنه، این که راحت تر آدم انتخاباش کمتر باشه راحت تره. ما ایرانی راحتی رو عمدتا، حالا شما ایرانی منظور، عمدتا جامعه اینجوری میگه هر چی دوست داره بخوره و لاغر هم بشه، در صورتی باید یه مقدار توی چارچوب، اون چارچوبه بخوره، حالا یه ذره هم از چارچوب اومد دوباره، مهم اینه که برگرده. برای همین میگم یک راهکاری که طولانی مدت باشه. اگر کسی از الان تصمیم گرفته یک سال رژیم بگیره و بعدش دوباره بره به ادامه کارهای قبلی برگرده، خب واقعا نتیجه نخواهد گرفت، دوباره بعدن همون کارها رو برمیگرده. رژیم اصلا واژه بدی افتاده توی ذهن مردم. رژیم یعنی سلامتی، رژیم منظور لایف استایل، و در روز یه هویج. بس ببینیم مثلا عزیزی پرسه در روز یه هویج خام مجازه، شما دو تا هویج خام بخورید میشه 100 گرم،
فعالیت بدنی داشته باشی چیزی نمیمونی، اصلا پختنشو بخوری بازم چیزی نمیمونی. حالا در ادامه پرسیدم پخته چقدر؟ ببینید هنوز اون شرایطه جوری اتفاق افتاده که فرد یک دایره عدد و رقم میبینه که یه ذره این بیاد این برتر یعنی همون. من به شما عزیزان بگم فرمول میفلین که 1990 با خطای کمتر ساخته شده به جهت محاسبه بیمار شما و در ادامه ذرایبی که برای فعالیت بدنی شما استفاده میشه حدوداً 5-10% ممکنه خطا داشته باشه، یا اگر نه اگر یا اشتباه دارم به درصد میگم یا نه حدوداً 55 کالری یعنی همون شاید یه چیز کوچیک 55 کالری حالا پیدا بکنیم، شاید اندازه اون خطا داشته باشه، یعنی شاید بالاتر پایینتر اگر اشتباه نکنم درصدش رو یا 5-10% یا 55 کالری. بنابراین هیچ چی دقیق نیست. ما دو تا آدم یکسان هم بذاریم بغل همدی با یک شرایط یکسان، دو تا آیتم یکسان هم بهشون بدیم بدنشون یک اتفاق نمیفته. که حالا من برای شما اینجا بنویسم دو تا هویج کوبه، نه اگر یه ذره هم پیاز بذاری بغلش بد میشه، اگر ربم بخوری خرابه، اگر گوجه هم بخوری دیگه تمومه، نمیدونم اگر یه دونه میوه هم بخوری دیگه شما حق نداری برگردی سلامتیت رو جبران بکنی و شما واقعیت دیگه و شما دیگه حق این رو نداری که سلامتی رو به چشم بیاری. در صورتی که مجموعه انسان کاریه که توی طولانی مدت انجام میده و میبینیم که فرد بعد از 20 سال ورزش کردن تازه میرسه به استیج مسابقات. 20 سال تمرین میکنه تازه برسه به استیج مسابقات. شما اگر توی 20 سال چاق شدی حداقل 10 سال به خودت وقت بدی دیگه، واقعا فیره. واقعا به نظر من یک شرایط خیلی فیریه که تو 20 سال بدن زج کشیده یه 10 سال هم حالا شما یه ذره استراحت بده به اون بدن. بریم سراغ صحبت‌های خودمون. خب من چطوره بریم سراغ سوالی که تو این مدت پرسیدن؟ بفرمایید من یه نفر پرسیده بود که یعنی روغن مصرفی را روغن زیتون و روغن حیوانی بکنیم؟ من عمدتاً برای خودم، من شخص خودم رو میگم و سلیقه خودم میگم، بیس اصلی روغن زیتون میذارم. من با غذام 3-4 قاشق غذاخوری، چون البته تک وعده‌ای هستم اومد هستم ولی حجم بالایی میتونم غذا بکنم، 3-4 قاشق غذاخوری روغن زیتون استفاده میکنم. عمدتاً غذاهای خودم خورشی هستش، بنابراین روغن کمی استفاده میشه برای پخت و پز، ولی عمدتاً از روغن حیوانی استفاده میشه و اگر سرخ کردنی مجبور باشیم در کنارش داشته باشیم یه مقدار روغن سرخ کردنی هست ولی کم ترجیح، اگر این اگر هست. به هر حال بعضی غذاها رو واقعا نمیشه سرخ نکرد و بقیه چربی ها از خود، اگر غذا داخل دنبه داشته باشه چربی خودشه، گوشت به هر حال چربی خودشه، ماهی ها چربی خودشون رو دارن و من یه مقدار چون پنیر هم دوست دارم پنیرهای مثل چدار و گودا رو هم اضافه میکنم. این میشه ماکسیموم چربی من حدوداً با اگرم دوست داشته باشم چند تا دونه مغز. من متاسفانه بعضی شایدم خوشبختانه زیاد با غذا چیزی نیستم که بگم خب الان چون این هست و چون این نیست نمیخورم. چون اومدم برای من اون لپتین اون غذا رو اتیک نشون میده، اون غذا رو پیتزا نشون میده. واقعیت بافت چربی دستور میده لپتین توی مغز همه چیز رو برای شما چند برابر زیبا و جذاب میکنه. زیاد وسواسی نشون نمیده. من هدف، ببینید شما میگید هی اینا رو میپرسید، من میگم وسواس نشون نمیده. من توی غذام حبوبات پیدا بشه مشکلی نداره، میخورم. آب اون خورش رو هم میخورم. مگه چقدر حبوباته؟ من یک وعده دارم میخورم. من با تو شرط میبندم صبحشم نوار تست کتون بزنم بنفشه که زدم و میدونم دارم به این جدیت میگم. هیچ اتفاقی هم برام نمیفته. چرا؟ چون دارم میسوزونمش. اگه چه حجمی کاربوهیدرات خوردم، اگه چه حجمی به بدن خودم مگه اضافه کردم؟ بله اگر صبحونه نون پنیر چای شیرین میخوردم. اینی که دارم میگم واقعیت فرهنگ ایرانی، نون پنیر چای شیرین میخورم یا املت میخورم با یه بربری، این واقعیته. مثلا میگه بدون چای شیرین مگه میشه صبحونه خورد؟
اینا ببینید ماها آشنا هستیم با رژیم ها دور هم جمع شدیم، اینو بیاریم توی مرکز شهر بذاریم، وسط میدون شهر بذاریم بپرسیم، میگه مگه میشه آقا بدون چای شیرین صبحانه؟ نهارو میگه مگه میشه بدون برنج خورد؟ مگه میشه بدون نون خورد؟ مگه میشه آب گوشت و با سیب زمینی کم خورد؟ آب گوشت باید پر سیب زمینی باشه که میکوبه اینجوری قشنگ قوام بده. شام مگه خیلی ها هستن هنوز برای این واقعا شام مگه میشه نخورد؟ آدم باشه کم خالی خوابش نمیبره. اینا واقعیته. ما هنوز توی این مرحله گیریم. داریم در مورد اون رژیم صحبت میکنیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ همینی که هنوز توی این مرحله گیره میاد ناگهانی میشنوه رژیم، همون رژیمی که چربیش زیاده، میگیره به خودش آسیب میزنه، بعد حالا میگه اون رژیم بده. در صورتی که هنوز اون عادتها اصلاح نشده، هنوز اون تفکره، هنوز تفکر این رو داریم که ما اگه صبحونه نخوریم جون نخواهیم داشت. این تفکری که هنوز هست، هنوز تفکر فستینگ جا نیفتاد. پس بنابراین باید اول یه سری چیزا، ما هنوز جمعیتمون ورزشکار نیستن. چون برید کشورهای خارجی، حتما رفتین خیلی از عزیزان، خود شمایی که آیه تماسبی لهستان هستین، چقدر مردم، مثلا کشور سردی هم هستین، بیرون زیاد نمیشه ورزش کرد، ولی چقدر مردم برای ورزششون برنامه ریزی میکنن نسبت به ایران. ما یک دوره باد بدنسازی توی ایران به نظر من اتفاق افتاد. ورزش فقط بدنسازی نیست، انواع اقسام ورزش ها رو داره. یکی دوست داره به شنا کنه، یکی با دوستاش اصلا بره فوتبال بازی کنه، یکی بسکتبال بازی کنه، خیلی از آیتم‌های مختلف هست. ولی واقعا انجام میده، درسته؟ شما اونجا دارید به چشم میده، اصلا من ایران نمیده، درسته؟ چقدر نسبت به ایران مثلا با وجود که هوا سرده، خب یکی توی زمانی که کرونا نبود باشگاه ها پر جمعیت تر میشد و با وجود همین هوا سرد بودن، من خیلی ها رو میبینم تا همین هوای سرد میدون و ورزششون رو مرتب انجام میدن. و اصلا بدن ها مخصوصا عادت داره، اونو با سرما مشکل ندارن، مخصوصا اینکه ترموجه ایتی اکتیویتی ترموجنسیس بالا هست، اصلا شاید اون لحظه سرما رو نفهمه، فرد داره شاید میدوه. برای همین وقتی نگاه میکنیم، خب هنوز ما رو این موضوع نه، چون میگم تو ذهن افتاده ورزش یعنی باشگاه، ما هنوز روی این موضوع پایه به نتیجه برسیم، خوابرم درست بکنیم، غذاهرم رعایت شروع بکنیم. اگر جواب نداد بعد هی آروم آروم سخت ترش بکنیم. این مرحله به مرحله اگر جواب بیفته عالی میشه. سوال بعدی من دارم. بسیار عالی. یکی از سوالات اخیر این بود، چه مدتی تک فرده ای میتونیم بشیم؟ تیه هر وقت که بدنتون میتونه. یعنی ببینید الان من به دو تا فرد یکسان، یکی با تیروید کمکار، یکی با تیروید سالم، بهشون بگم شما میتونید تیه دو ماه تک و اومد بشین، خب نمیشه، اون کمکاره اصلا تیرویدش بدتر میشه، ممکنه بدتر بشه، اون یکی ممکنه اتفاق براش نیفته، اصلا شاید برعکس. فرایندهای متابولیکی بدن بسته به خودتونه. شما کی میفهمین که میتونین تک فرده بشین؟ وقتی که غذا نخوردین، احساس افت قند، سرما، سرگیجه، وقتی از جا بلند میشین ناگهان سرگیجه، بدخلقی، گرسنگی، دیدین گرسنگی رو بعد از اینا گفت. گرسنگی و این شرایط رو ضعف اینا رو اگر نداشتین میتونین یه مقدار دیگه ادامه بدین. اگر داشتین بخورین. ممکنش حتی یک روزی، بعضیا فکر میکنن این قانونه، حتما باید تک وعده شدم دیگه تک وعده، شما ممکنه یک روزی فعالیت شدیدی داشته باشین، ناخودآگاه دو وعده میشین. ولی دیروز هم اشاره کردم ما این آلارم رو دقیق نداریم. یکی از آیتم هایی که هست، چون معده کوچیک میشه، مثلا اینکه بالک کاربوهیدرات رو ما نداریم، اون کاربوهیدرات که میخوریم و زیاد میخوریم راحت میتونیم بخوریم، حجم داره. توی این رژیم های کم کربوهیدرات، این حجم کم میدم میشه، فرد ممکنه که غذا نخوره، بنابراین به علائم دیگه جز گرسنگی دقت بکنه، به علائم دیگه دقت بکنه و حداقلی برای خودش در نظر بگیره و آروم آروم میتونه که وعده‌هاشو، من حتی توصیه میکنم
سه وعده ای، بعد مثلا دو نیم وعده ای، دو وعده ای، یک و نیم وعده ای، نیم منظورم یه وعده کوچیک‌تره، تا فرد بتونه به یه بالانس برسه. برای خودم هم دقیقا همین جور بود. یه مدتی طول کشید و خودم خود به خود دو وعده‌ای شده بودم قبل از اینکه اصلا در مورد intermittent fasting یا فستینگ یا روزه چیزی بدونم. خودش داشت این اتفاق میافتاد بدون اینکه چیزی رو بخوام به بدن تحمیل بکنم، و مدت زیادی دیدم که روزی یک وعده دارم مصرف میکنم بدون اینکه احساس گرسنگی بکنم، روز بعدش هم کلاسامو میرفتم. اما همینجوری هم که گفتی، ما نباید این عهد رو ببندیم از امروز تک وعده ای و حالا هر جوری شد من باید تک وعده ای برم. نه، روزایی میشد سه وعده هم میخوردم. میونه کلامت، فرد ممکنه اصلا تحت استرس ها باشه و مجبور باشه که غذا بخوره و اون غذا باعث آرامشش میشه. چرا این کارو نکنه بکنه؟ خب بدن رو از اون قحطی هم اتفاقا نجات میده و اون شرایط استرسی که به بدن وارد شده. بنابراین میتونیم که طبق هر فرد اونجوری که واقعا راحت هست بچینه و انجام شرایطش رو جلو بده. فکر کنم یه دو تا سوال دیگه، یک رو وقت داریم، میشه دو سوال. فکر میکنم یه دونه سوال رو بپرسیم و بعد بحث رو ببندیم. یکی از عزیزان میپرسه که من توی رژیم هستم و مدام بدنم یخ کرده، چه مشکلی داره؟ ببینید، یخ کردن در رژیم کیتوژنیک دلایل بسیار زیاده، میتونم بحث بکنم. یک، از ساید افکت های رژیم های کم کربوهیدرات کمخونی رو اشاره می‌کنم. در خانم ها مخصوصا وقتی که دفع خون دارن به صورت عادت ماهیانه، این موضوع تشدید میشه و میتواند باعث سرما بشود. یک، کاهش بیش از اندازه کربوهیدرات فشار به فوق کلیه میاره و کورتیزول رو سطحش بالا. کورتیزول بدن رو آماده واکنش میکنه به صورتی که خون رو در مرکز بدن و دور اندام های حیاتی جمع میکنه و از نقاط دور بدن مثل دست ها و پا دورتر میکنه. برای همین فرد یخ میکنه. فرد دیدین استرس میگیره، میگه بدنم یخ کرده. دقیقا همین واکنشه. واقعی لمس بخواهی میکنیم همین. نکته بعدی، کاهش بیش از اندازه کربوهیدرات و عدم جایگزینی املاح و آب مناسب در رژیم های کم کربوهیدرات میتونه باعث افزایش غلظت خون بشه. پس بنابراین چرخش خون هم در بدن به مشکل برمیخوره و باز هم دوباره فرد احساس سرما میکنه. موارد محیطی مثل دخانیات و این موارد هم میتونه باز باعث افزایش غلظت خون و این آیتم باشه. آیتم بعدی که بخوایم باز بهش اشاره بکنیم، شرایط ترموجنسیس اجباری مواد غذایی. دیروز هم در موردش صحبت کردم، باز هم صحبت. وقتی که پروتئین ها رو میخوریم 20 تا 30 درصد گرمازایی اجباری داره. یعنی از همه سریعتر بدنتون رو گرم می‌کنه. کربوهیدرات ها 5 تا 10 درصد و چربی ها 0 تا 5 درصد. ما حالا رژیممون کم کربوهیدراته، ولی باید به میزان پروتئینمون هم دقت بکنیم. خیلی وقتها من نگاه میکنم افراد پروتئین مناسبی دریافت نمیکنن و تقریبا 8 تا 1 برابر وزن بگیرم از عوامل مهمی هستش که میتونه فرد بهش دقت. آیتم بعدی هم بحث تیروئید، فست ها و یا مشکلات تیروئیدی هست. برای همینه که ما با افراد تیروئیدی توصیه میکنیم کاربوهایدریت رو سریع پایین نیارید. تیروئید ما با کاربوهایدریت خیلی رابطه نزدیک داره و وقتی که ما میخوریم اصلا شروع این فعالیت T4 به T3 برای اینکه بخواد متابولیسم میتوکندریا رو بیاره بالا، یکی از تریگرهای اصلیش همین گلوکوز هستش. وقتی که ما ناگهانی این رو دراپ میکنیم، تیروید ما هنوز عادت نکرده، دراپ منظور کات میکنیم یا کم میکنیم کربوهیدراتمون رو، تیروید ما عادت نکرده و متابولیسمش رو سویچ آف میکنه یا کاهش میده. نه اینکه حالا سویچ آف 100% نه، ولی تا 20 درصد 30 درصد میتونه کاهش بده. توی فستینگ های طولانی و غیر اصولی هم میبینیم تا 40% اشاره شده که میتونه که متابولیسم تیروئید بیاد پایین. حالا فرد اگر کمکاری تیروئید هم داشته باشه، این موضوع باز مزید بر علت میشه که بدنش بیشتر یخ بخوره و اون ترموجنسیس رو توسط براون آدیپوز تیشو هم کمتر داشته باشه. بعد
EAT ها که باعث گرمازایی در بدن میشن، یا بهتر بگیم یک سری کوره های هدر دادن انرژی هم فقط اضافی ها رو میسوزونه، وارد سلول میشه میسوزه میره بیرون و این خودش باعث گرمازایی بدن میشه. برای همینه من توصیه میکنم، دیروز هم صحبت همین بود، کالوریتون رو دقت بکنید. بعضی آخه از این ور میفتن خیلی کمتر میخورن، وقتی که خیلی کمتر میخورن و حتی سیریشون رو یه حدودش رو نمیدونن، ممکنه که دچار سوء تغذیه بشن و از اون ور وارد قحطی بشن. از این ورم بعضی ها از یه حدی بالاتر میخورن که میگن وزن کم نمیکنه، جفتش رو دیدیم. برای همینه بعضی وقتا این سیری گرسنگیه چون توی لحظه داره اتفاق میفته. توی لایو دیروز گفتم شرایط محیطی، استرس، بشقاب، رنگ، نور، بوی غذا، خاطراتی که با اون غذا هست واقعا تاثیرگذاره. فرد میبینیم که ممکنه از اون حدش بره. بنابراین یک حجم مناسبی، یک دید مناسبی نسبت به بشقاب داشته باشه، خودش اتومات اون کالری رو مشخص میکنه. ما فقط باید یه حدودی توی ذهن، این جزوه میشه اون دانش‌های یا فرهنگ‌های به قول معروف سوادی تغذیه‌ای در ایران و در دنیا، که فرد با یه حدودی بتونه متوجه بشه که چقدر داره دریافت میکنه که به مشکل برنه. حدود، نه اینکه دقیقا 300 تا بالا 300 تا پایین 500 تا بالا پایین، اینا چی نی، ولی بیا های پرت 1000 کالری این بر 1000 کالری اون بر نشه. بسیار ممنونم ازت، خیلی ممنون که وقت گذاشتی. حالا آخر این لایو بعدی، آره آخر این لایو هم باز هم آدرس صفحت رو بگو، از کجاها میتونیم به دسترسی داشته باشیم و چجوری شنوندگان و بینندگان میتونن از خدمات شما استفاده کنن. بلاگ کماکان تو این سه سال و خورده ای که بودیم همیشه خب تو اینستاگرام فعالیت رو داشتیم. لایف های ما خیلی، بعضی وقتا من لایف های پرسش و پاسخ میذاشتم تا 4 ساعت، دوستان قدیمی خوب یادشون میاد شرایط لایف هایی که بود رو، و خیلی از توضیحاتی که اینجا شاید برای بعضی از عزیزان تازه بود، خیلی قبلتر هم من تیکه تیکه اشاره کرده بودم، ولی خیلی خوبه که دوباره به صورت یک جمع‌بندی توی ذهن افراد جدیدتر و حتی همون قدیمی‌ها به جدی یادآوری وجود داشته باشه. بنابراین پیج کیتو ایران که الان هستش، من این لایو رو هم توی هایلایت لایو ها میذارم که شما راهنمایی میکنه به پیج جناب طهماسبی گرد آتش که میتونید اینجا کاملش رو ببینید. پس شد پیج اینستاگرام کیتو ایران و پیج تلگرام، کانال تلگرامی کیتو ایران با دو تا ان، که تهش دو تا ان داره، که شما میتونید سر بزنید. حتی از اونجا هم میتونید لینک گروه رو داشته باشین که وارد گروه نزدیک 1000 نفر از عزیزان هستن که هر روز همدیگر رو ساپورت میکنن. سوالاتی که پرسیده میشه، بعضی وقتا یک سوالاتی اونجا پرسیده میشه که من با هشتگ هایی که حالا زیر اون وایسی که میذارم میمونه دیگه، اگر اون در مورد اون موضوع یه هشتگی زده بشه جزء نکات گفته شده. خیلی از سوالات، یبوست، ریزش مو، محصولاتی که وجود داره، خستگی ها، ورزش کردن، سالیان سالی که داریم در موردش صحبت میکنیم و توی اونجا هم وایس هاش موندگار هستش که میتونیم گوش بکنیم. من در خدمتم، هر سوالی هم هست، باز عزیزان اگر به سوالاتتون پاسخ داده نشده من این رو هم اشاره بکنم، میتونین توی دایرکت بپرسید، مشکلی نیستش. و اینکه حتما به زودی دوباره همدیگر رو خواهیم دید و مسائل جدیدتری رو باز میکنیم. خیلی خوشحال شدم. همچنین خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که بتونیم به زودی هم باز لایف های دیگری با هم داشته باشیم. خیلی از این مکالمه لذت بردم. من خیلی متشکرم از شما و از عزیزانی که دنبال کردن و صحبت های ما رو گوش دادن. امیدوارم که اون ذهن باز رو نگه دارن تا بتونن به همه اطرافیانشون کمک کنن. ممنون از شما، ممنون از همه عزیزان. شبتون بخیر. شبتونم که از این قسمت از گرد آتش لذت برده باشید. اگر اون رو به صورت ویدیو روی اینستاگرام یا یوتیوب دنبال میکنید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و همچنین عضوی از کانال یا صفحه بشید تا هر وقت که قسمت جدید بیرون میدم از اون مطلع بشید. همچنین اگر از طریق پلتفرم‌های مختلف گوش دادن به پادکست گرد آتش رو دنبال میکنید، لطفاً برای ما ارزیابی مثبت بنویسید و به دوستان خودتون پادکست رو معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و همچنین ارزیابی های بهتر به من کمک میکنه که افراد بیشتری رو به برنامه دعوت بکنم. همچنین اگر علاقه من به پشتیبانی مالی از برنامه هستید، میتونید از طریق لینک پیتریان برنامه این کار رو انجام بدید. این امکان بیشتر برای کاربران خارج از ایران وجود داره
و همچنین لینک پیپل من و همچنین QR کد بیت کوین من هم روی وبسایتم mktahmasbi.com قرار داره که امکان پشتیبانی مالی از برنامه رو میسر میکنه. اگر که هیچ کدوم از اینها برای شما مقدور نیست، همین که به برنامه گوش میدید و مطالب اون براتون مفید واقع میشه، برای ما کافی هست. بی روز کامیاب باشید.